عرض درود و احترام دارم خدمت همه عزیزان. امروز همونطور که اعلام شده در خدمتتون هستیم با یه برنامه لایو دیگه از مجموعه آوای بوف. برنامه امروز ما برنامه نقد کتاب هست، نقد کتاب تولدی دیگر از شجاع‌الدین شفا که طی ماه گذشته در انجمن گفتگوی آوای بوف به اون پرداختیم و امروز قصد داریم که یه جمع‌بندی در رابطه با این کتاب و مطالب اون داشته باشیم. همونطور که برخی از دوستان میدونند، این برنامه نقد کتاب قبلا به صورت هفتگی در انجمن گفتگوی آوای بوف برگزار میشد. یه تعدادی کتاب اونجا مورد نقد و بررسی قرار گرفتن و بعد به مرور تصمیم گرفتیم که این برنامه رو به صورت ماهیانه و الان اولین برنامه رو در اینستاگرام انجام بدیم. خب این برنامه به پیشنهاد خانم بدیعی در واقع برگزار میشه که ایشون هم به نقد های برتری که انجام میشه در طی برنامه های نقد کتاب به قید قرعه جایزه کتاب هدیه میدن که این هم یه نکته جانبی هست که در رابطه با برنامه نقد کتاب همیشه داشتیم و همینطور در این برنامه هم خواهیم داشت. عرض کنم خدمت شما که این برنامه بیشتر سعی داریم که از شما دوستان عزیز دعوت کنیم که در واقع نظرات شما رو در رابطه با کتاب، در رابطه با موضوعات کتاب و مطالبی که توی متن کتاب هست به اون بپردازیم و نظرات شما رو بدونیم. همونجوری هم که قبلا بارها عنوان شده، این برنامه برنامه نقد حرفه‌ای نیست که بخوایم حتما از یک سری موضوعات خیلی مهم و حرفه‌ای بخوایم بحث نقد رو پی بگیریم، بلکه موضوعاتی هست که به صورت دوستانه در کنار هم قرار هست که با هم پیش ببریم. برنامه به صورت هم پیام ها و هم بخش شرکت در برنامه باز هست. دوستانی که علاقمند هستن نظر بدن در رابطه با کتاب، در رابطه با موضوعاتی که در برنامه لایو مطرح میشه، میتونن شرکت کنند و من میارمشون بالا تا اگر دوست داشتن با تصویر، بدون تصویر، با صدا و بدون صدا در قسمت پیام ها توی این برنامه مشارکت بکنید. من اجازه بدید که دعوت کنم از خانم بدیعی تشریف بیارن بالا، به اون در واقع مجری برنامه که همیشه نظم خاصی به برنامه های ما میدن. اگر درود بر شما، وقت بخیر، خیلی خوشحالم که اینترنتتون یاری میکنه و به ما پیوستید. در خدمت هستم. سلام و درود به شما آقای قره‌داغی عزیز و همه دوستانی که دارن به ما ملحق میشن. خیلی ممنونم بابت اینکه این برنامه رو در واقع فراهم کردید، ایجاد کردید شرایطش رو که ما بتونیم در مورد کتاب‌های متفاوت نقدش بکنیم و کسانی که اگر یک کتابی رو نمیشناسن، آشنایی ندارن، نقد ما، صحبت ما در رابطه باهاش باید بشه که تشویق بشن و برن اون کتاب رو بخونن. همطور که گفتی، نقد امروز برنامه در واقع امشب ما کتاب تولد دیگر هستش از شجاع‌الدین شفا. کتاب ممنوعه هستش و نویسندهش سال 1297 به دنیا آمده و در سال 89 گذشت. مجموعه آثارش 33 تا عنوان کتاب در 53 جلد بوده که یکی از معروف‌ترین کتاب‌هاش همین تولد دیگر هستش.
این کتاب رو انتخاب کردم به این دلیل که استقبال نسبت به این کتاب خیلی زیاد بوده، به علاوه این که نسخه PDF و صوتیش در مجموعه آوای شما هم منتشر شده. میخوام نظر خودم رو در رابطه با این کتاب یک مختصری بگم که اگر تو این فرصت دوستانی دوست داشتن مایل بودن که بیان بالا و راجع به این کتاب صحبت بکنن، اونایی که خوندن البته، فرصت باشه که تشریف بیارن. در زبان انگلیسی یک واژه‌ای داریم به نام turning point، به معنی نقطه تحول یا نقطه عطف یک تغییر. درسته؟ شما مسلط ترید به زبان انگلیسی. این اصطلاح جالب و قابل تحملیه توی زبان انگلیسی و هر کسی هم ممکنه که توی زندگیش یه همچین نقطه‌ای داشته باشه. حالا میتونین یه دونه باشه یا چند تا نقطه، یک نقطه تحولی که دیگه اون فرد مثل قبل نیست، یعنی باعث میشه که دیگه آدم قبل نباشه. این تغییر میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. این دیگه بستگی داره به این که اون فرد چگونه این رو میتونه تشخیص بده نسبت به گذشته خودش، نسبت به وجدان خودش، بدونه که آیا این تغییری که در من ایجاد شده من رو به سمت انسان بودن میرسونه و باعث میشه که من دست از خرافات بکشم و هدایت بشم به سمت بهتر شدن، این که یک انسان خوبی باشم و هم برای خودم هم برای دیگران برای اطرافیان. اگر همچین نقطه‌ای، همچین تحولی در زندگی شما، تک تک شما اگر ایجاد شده، قدرش رو بدونید، بیشتر بشناسیدش، بیشتر در موردش مطالعه بکنید، خودتون رو به چالش بکشونید. این یک نقطه ارزشمندیه توی زندگی شما که از یک جایی به بعد دیگه مثل گذشته نباشید. تولد من با تولدی دیگر شجاع الدین شفا پیوند خورد. این کتاب باعث شد که من تفکراتم خیلی تغییر بکنه نسبت به گذشته. خب حالا یه سری نکاتی داخلش هست، نمیدونم شما دوست دارید راجبش صحبت بکنید یا اگر حالا من که صحبت زیاد دارم در مورد این کتاب، بیشتر از خود کتاب من صحبت دارم، هم در مورد خود کتاب و هم در مورد نویسنده. اما دوست دارم که بقیه دوستان عزیز بیان صحبت بکنن، نظر بدن که یه جمع چیز داشته باشیم، یه جورایی مشارکتی داشته باشیم، نظرات همدیگر رو بیشتر پی بگیریم و دنبال بکنیم. اجازه بدید دوستی اعلام آمادگی کردن، آقای محسن، من دعوتشون میکنم اگر بیان بالا و صحبت بکنن. در غیر صورت اول صحبت های شما رو میشنویم، بعد صحبت های منو اگر. صدای ما دارید شما دوست عزیز؟ متاسفانه ظاهرن اینترنت این دوستمون یاری نمیکنه. آقای تا این دوستمون بیاد بالا شما صحبت ها رو بفرمایید تا اینترنت شما. اگر وقت شدن که مشکلی نداره میتونن صحبت بکنن. تو این کتاب یه بخشی اومده و در مورد خب سه تا دین مهمی که توی دنیا وجود داره اومده صحبت کرده. کلن این کتاب نقد میکنه ادیان رو، وجود خدا رو کلن نقد میکنه برای کسانی که دوست عزیز شما الان اینترنت وصل شدید، توی لایف هستید، صدای ما دارید؟ الو
بله، ایشون ظاهرا اینترنتشون یاری نکرد، صحبت های خصوصی داشتن با دوستان هم خانواده خودشون که متاسفانه نتونستیم ادامهش رو بشنویم. نداره، معمولا اتفاقات توی برنامه زنده پیش میاد. خب ما داشتیم میگفتیم که توی این کتاب به 3 تا دین اومده نقد کردیم، یعنی تاخته. البته اینو بگم که نظرات این نویسنده رو من تایید نمی کنم به عنوان یک مجری یا به عنوان اجرا کننده، به هیچ وجه تایید نمی کنم، منتها فقط انتقال میدم. و 2-3 تا نکته هم هستش که منتقدین این کتاب به من ارائه دادن که من از سمت اونها این رو اعلام میکنم، اینو اجرا میکنم در واقع، چون به این کتاب خیلی نقدهای شده و حتی من فکر میکنم یک شخصی هم یک کتابی نوشته، الان حضور ذهن ندارم، که این کتاب رو نقدش کرده، فکر کنم آقای طباطبایی باشن اگه اشتباه نکنم. خب اینجا اومده 3 تا دین رو با همدیگه مقایسه کرده، گفته که چرا با وجود اینکه آقای فرهادی، سلام خانم بدی، سلام آقای قرهداغی، صدا مشکلی نداره؟ خیلی عالیه. عذرخواهی میکنم میان کلام شما اومدم، ببخشید چون قبلا زده بودم دیگه الان وصل شد. آقای قرهداغی، بفرمایید آقای فرهادی، بفرمایید. آره چون صدای قرهداغی رو نداشتم متاسفانه. بله آره صدای همینطور، من قطع. بله پیرو شما خواهم بدیم، این کتاب واقعا یک تولدی رو ایجاد میکنه درون هر انسانی که مطالعه کنه. بعد من میخوام یک خاطره هم راجبش تعریف کنم. سال 84-85 بود، برنامه های آقای فاضلی رو من دنبال میکردم، من خیلی از این کتاب تعریف میکردم. بعد این رو برای دوستانی میگم که الان به خصوص از طرف آقای بوف دسترسی کامل به کتاب ها رو دارن، رایگان میتونن با یک کلیک کتاب ها رو دریافت کنن. من اون موقع خواستم این کتاب رو بگیرم، تمام کتاب فروشی های شهرمون رو که رفتم اصلا اسمش رو که می آوردم همه میترسیدن، حتی مغازه‌دار یکی از مغازه‌ها میگفت آقا از جون خود سیر شدی. بعد گفت باید بدم برات بیارن. خلاصه از این صحبت ها خواستم این رو بگم که واقعا اون موقع خیلی سخت بود که اینجور کتاب های ممنوعه رو پیدا کردن، اما الان خوشبختانه ما همه رو داریم، در آوای بوف میتونیم راحت اونا رو دانلود کنیم، مطالعه کنیم صوتی پی دی افش رو و استفاده کنیم. بله ممنون. بله خیلی ممنون، البته شما خودتون هم جزو اون دوستانی هستید که بالاخره حق آب و گل دارید، شما بالاخره تو صوتی کردن کتاب ها به ما کمک کردید و از دوستان خوبی هستید که ما از زحماتتون بهره مند شدیم توی مجموعه و از این بابت هم از شما ممنونم. لطفا اینجا هم قرارداد انجام وظیفه بوده. ببخشید خواهم بدید دوباره شما قصی صحبت کنید. بعد این کتاب راجب 3 تا ادیان، بعد شاید یک سری از دوستان نخ کنن که مثلا آقای شفا خواسته یک طرفه این رو بنویسه، اما ما وقتی کتاب رو میخونیم تمام مطالب کتاب که راجب خدای ادیان میشه، یهوه یا الله، کلن منابع از منابع دینی گرفته شده، یعنی از کتاب‌های عهد عتیق یا اینکه از خود قرآن این منابع رو گرفته، یعنی نیست که خود نویسنده بخواد این مطالب رو ارائه بده، یعنی کاملا اونجایی که میگه مثلا با یعقوب کشتی میگیره واقعا در کتاب‌های یهود این رو نوشته که یهوه میره با یعقوب کشتی میگیره، یعنی اینو آیه شفا که اضافه به کتاب نکرده. بله. یا اینکه مثلا اون ابراهیم رو ما داریم که همسر خودش رو به عنوان خواهرش معرفی میکنه، اینا رو واقعا در کتب دینی ما داریم. بعد یک نکته دیگرم خواستم خدمتتون رو عرض کنم و دوستان عزیز، اینکه دوستان عزیز ما در داخل این کتاب خدا رو، تعریف خدا رو داریم، یعنی
میفهمیم که این خدای ادیان چی. آخه بعضی موقع بعضی از دوستان میگن که ما خدای ادیان رو قبول نداریم، ما خدای خودمون رو داریم. خب اگر شما از طریق ادیان با خدا آشنا نمی شدید، خب چجوری با کدام خدا میخواستید آشنا بشید؟ یعنی کدام خدا رو میخواستید شما قبول کنید؟ خب همین خدای ادیان بوده که مذهبیون این خدا رو به شما معرفی کردن که شما الان میگید که ما این خدا رو قبول داریم. خب من میونه کلام شما بگم که خب یه ایراداتی هم این کتاب داره، نمیشه گفت کاملا درسته. یه جاهایی رو آقای شفا اومده و توی ترجمه آیات دست برده، این چیزیه که مسلمون ها خیلی بابتش ناراحتن که چرا مثلا اومده آیات رو معنیش رو تغییر داده. میگم که چند تا نکته بوده که خود مسلمون ها اومدن و به من ارائه دادن که من توی این برنامه اونها رو اشاره بکنم، بهشون توضیح بدم. و من هم به عنوان کسی که به هر حال داره فقط اجرا میکنیم برنامه رو و هیچ تایید نمی کنم این کتاب رو. و این قسمتی که گفتید که چطور مثلا یک تعریفی داره این خدا در این کتاب، در این ادیان، یه نقطه هستش که آقای شفا گفته که من فکر میکنم خدایی که در واقع توحیدی بوده، در ادیان توحیدی بوده، قبل از به وجود آمدن یهوه، قبل از به وجود آمدن یهودیت، این بوده در مصر بوده و این پیامبران بعد از اون اومدن و امانت گرفتن، این قرض گرفتن، وام گرفتن. یعنی قبلا این خدای نادیده بوده، وجود داشته که اینها اومدن اینو قرض گرفتن. و اینجا مسلمون ها در رابطه با این موضوع گفتن که اصلا برای ما فرقی نمیکنه که شما بخواید به این موضوع بپردازید که قبلش مثلا خدایان نادیدنی وجود داشتن یا اون اندیشه توحیدی وجود داشته. مسئله مهم اینه که درک ریشه خداپرستی ابراهیم، موسی، عیسی و دیگر خداپرستانی که در تاریخ وجود داشتن، نیازی نیست که ما بخوایم برگردیم به گذشته. البته این پاسخ مسلمان رو هستش. فطرت پاک اونها برای گرایششون به سوی پروردگار یکتا کافی بوده که مثلا از آسمان وحی شده به اونها و اونها رو دعوت کرده اون نیرویی که حالا وجود داره، مثلا نیرویی به نام خدا، اونا رو دعوت کرده، گفته که شما برید و انسانها رو به راه درست هدایت بکنید. این پاسخیه که مسلمان ها در راجب نکاتی که توی این کتاب هستش. ولی قبل از اینکه خدایان یهودیت و مسیحیت و اسلام باشن، شکل بگیرن، قبلش در مصر این اندیشه توحیدی وجود داشته. بفرمایید. خواهش میکنم. من دوست داشتم که یه مقدار توضیح در مورد خود کتاب بدم. ابتدا اینکه شروع کتاب یه جمله قشنگی از نیچه داره، در همون ابتدا میگه که برای اینکه بت تراشی باشی، یعنی بتونی بت تراشی کنی، این کافی نیست که بت‌ها رو بشکنی، الان به مضمون دارم میگم، بلکه باید اون خوی بت پرستی رو نداشته باشی. در واقع ما الان درسته خیلی ها میان بت ها رو میشکنن، بت هایی که قدیمی هستن مثل ادیان ابراهیمی و یه سری اون خرافات دیگه که توی جامعه ما هست، درسته اون رو از بین میبرن توی ذهن خودشون یا یه جوری باش چیز میکنن، به روشنگری میرسن، ولی متاسفانه اون سیستم بت پرستی همچنان توی ذهنها هست. یکی متوسل میشه به کهکشان، یکی متوسل میشه به چه میدونم ماورا، یکی از این دکترها و استادهایی که الان روزمره دونه دونه در میان ما شاهدشون هستیم. در واقع این کتاب درسته بیشتر میپردازه به ادیان ابراهیمی، در واقع نقدی که داره یه جورایی اون جمله معروفی که ما همیشه به کار میبریم از کتاب
آیات شیطانی، میگه ای که خواهان تولدی دیگری. همین تولدی دیگری رو خوب آقای شفا استفاده کرده به عنوان اسم کتاب، میگه ای که خواهان تولدی دیگری، نخست مرگ را پذیرا باش. باید اون باورها رو همه رو ابتدا بیای از بین ببری، یعنی اونایی که غلط هستن همه رو بتونی توی وجود خودت نابودشون بکنی، بعد شروع کنی به یک تولد جدید، به یک در واقع باورهای جدیدی که دیگه دوباره تو اون یه جورایی میشه گفت در نیمه خرابه های اون باورهای قبلی نخوای باور جدید بسازی که تبدیل بشه به یه خرافه جدید، بلکه باید یه جورایی کاملا اونا رو فرو بریزی و از نو بسازی تا اون در واقع باور درست توی وجودت شکل بگیره. این خیلی مهمه که هم به لحاظ اسم هم به لحاظ اون در واقع جمله‌ای که از نیچه در ابتدای کتاب به کار برده برای من خیلی جالب بود از آقای شفا. البته انتقاداتی هم هست که حالا در ادامه مطلب بهش میپرزیم. یه مقدارش هم خانم بدیعی گفتن که البته اون موضوع ترجمه آیات و اینها همیشه ما مشکل داریم با مسلمین عزیز، این که به هر حال دوست دارن فقط ترجمه خودشون رو قبول بکنن از آیات قرآن و یا دینای دیگه، فرقی نمیکنه. ما کتاب مقدس در واقع که مربوط به مسیحیت و یهودیت میشه، این رو توی مجموعه ما صوتی کردیم و قرار دادیم. نقد های بسیار زیادی اومده بود که اینی که شما از مثلا از هزاره نو شما این کتاب رو گذاشتید، این ترجمهش رو یه بخشی از مسیحیان قبول ندارن، اون قسمتش رو باور ندارن، اون قسمتش رو حذف کردن، اون قسمتش رو. به هر حال این چیزی هست که اگر 100% هم همون کتاب نباشه تو این ترجمه، بالاخره درصد خیلی بالایی از مطالب اون کتاب ترجمه شده. حالا اینکه ما اون ترجمه رو قبول نداریم و خودمون دوست داریم در حین ترجمه تفسیرم بکنیم، اون دیگه یه بحث جدایی میشه که میره تو اون مغالطات مسلمین عزیز و باقی ماجرا. بله البته ببخشید آقای فرهادی، گفت که آیا مسلمان ها که فکر میکنم آقای طباطبایی باشه، الان حضور ذهن ندارم، که نقدی نوشتن، یک کتابی رو نوشتن بر نقد کتاب تولد دیگر، که درسته یا نه؟ ما در جایگاه قضاوت نیستیم که این کتاب درسته یا غلطه، بلکه شما به عنوان یک خواننده، به عنوان یک مخاطب، باید کتاب موافق و مخالف رو در رابطه با موضوع بخونید، خودتون تحلیل بکنید که آیا درست میگه یا غلط میگه. این بخش من میاریم فهمیده. بفرمایید. بله خواهش میکنم. البته دوستان مذهبیون این دین رو برای خودشون ساختن، خب اینا نترسن، ما نمیخوایم خدای این دوستان ازشون بگیریم. ما منظورمون اینه اینا میتونن هر خدایی رو قبول داشته باشن، هر دینی رو داشته باشن، اما تا زمانی که به قول معروف اون آزادی ما رو سلب نکنن، وگرنه ما که نمیخوایم خدای اینها رو بگیریم ازشون. بعد پیرو صحبت آیه قرهداغی که فرمودن یک نقدهایی هم به ترجمه شده، در کلیات جناب آقای قرهداغی زیاد تفاوت نمیکنه. شاید بعضی از کلمات به هر حال شاید غلط ترجمه شده باشه، اما در کلیات این اتفاقات افتاده در ادیان. ما خب وقتی میخونیم آیا دوستان مسلمان این رو قبول، مذهبیون این رو قبول نمیکنن که در کتاب مقدسشون نوشته در 6 روز دنیا درست شده در 6000 سال پیش؟ آیا اینا این رو قبول نمیکنن؟ بله دقیقا همینطوره. حالا میگم اینا دیگه جز مغالطاتیه که دوستان به کار میبرن، خیلی نمیشه روش تکیه کرد. ببینیم دوستان جدیدی اگر به ما دوست، یک نفر رو ما میتونیم اضافه کنیم فکر میکنم توی لایف، که لایف 4 نفره میتونه باشه، حالا اگر دوستان جدیدی
بیان میتونیم از فرمایشاتشون استفاده کنیم. من متاسفانه چون این صفحه گوشیم الان پره، نمیتونم پیام رو کامل بخونم، ولی اگه شما پیامی میبینید که نیاز میدونید ضروری است خونده بشه تو برنامه، من بعدی لطف کنید یه در واقع روخانی بکنید از روی پیام. خب متاسفانه ایشون نتونستن اضافه بشن به برنامه. آن بعدی هم نمیدونم الان آنلاین هستن یا قطع شدن. بله، یکی از دوستان هم نوشتن که این حرفا به چه درد میخوره، باید بهشون بگیم که در واقع تمام زندگی ما با این حرفا گره خورده، تمام این قوانین جامعه ما، تمام این اتفاقاتی که تو جامعه ما داره میفته. بله خانم بدی قطع شدن، تمامش از همین ادیان داره نشأت میگیره، از همین ادیان داره استفاده میشه. به عنوان مثال یک در واقع یک حالا کسی که پیامبر بوده اومده بر اساس منافع شخصی خودش یه حرفایی رو زده و اون الان در واقع قانون جامعه ماست توی عصر تکنولوژی و عصر ارتباطات و عصر حقوق بشر. داریم از اون نظر اون پیامبر 3-4 هزار سال پیش داریم استفاده میکنیم برای زندگی امروزمون. خب این قطعا به حرف زدن در موردش فکر میکنم لازم هست و خیلی هم باید بهشون بپردازیم که با زندگی و در واقع جون مردم ما در ارتباط هست این حرفا. بله 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 جناب آقای قرهداغی، دقیقا همینطوریه که میفرمایید. خب همین دوستانی که میگن به چه دردمون میخوره، شما نگاه کنید در این قرن 21 همین طب سنتی چه دردسری برای مردم ایجاد کرده. خب این طب سنتی از کجا آمده؟ خب همین هاست که باعث مشکلات میشه. یا این که شاید بعضی از دوستان میگن که ما حکومت رو قبول نداریم. خب شما وقتی مذهب تشیع رو قبول کردید و وقتی امام 12 رو قبول دارید که این امام غایبه، خب باید 100% جانشینش رو هم قبول داشته باشید. یعنی شما نمیتونید بگید من اونو قبول دارم اما جانشینش رو اینجا قبول ندارم. اینجوری که نیست گلچین کنید. اگر امام 12 قبول دارید شما هم باید جانشینش رو قبول داشته باشید. یعنی نمیتونید دیگه بگید من این جانشین امام 12 رو قبول ندارم ولی امام 12 رو قبول دارم. اینجوریه که شاید بعضی از دوستان میگن بشه دردمون میخوره. اینجا هاست که بر به مشکل میخوریم. یا اینکه من در تلگرامم عرض کردم بنیانگذار، اینجوری بگیم بنیانگذار این حکومت زمانی که دست به این اعدام ها میزنه خودش اینجا اعلام میکنه که میگه فکر نکنید اسلام دین مهربانیه، اشتباه نگیرید، ما امام علی رو داشتیم که در یک روز این تعداد گردن زده. خب این پیشواشه دیگه. خب مسلمه که شخصی که این پیشواش باشه تکلیف ما مردم و زندگیمون همین میشه دیگه. بله دقیقا همینطوره. خانم بعدی شما قطع شدید و دوباره وصل شدید، خیلی خوشحالیم که بله در برنامه لایو اینها پیش میاد متاسفانه. بله اون فردی رو که در واقع دوستان مسلمان به من دادن اینو معرفی میکنم، آقای مصطفی حسینی طباطبایی یک کتابی به نام دین ستیزی نافرجام رو نوشته به نقد کتاب تولدی دیگر. دوستان مسلمانی که اگر در این برنامه هستن و منتقدن به این کتاب میتونن کتاب تهیه بکنن، شاید کمک باشه براشون. اما یکی از مسئله که برای من اینجا آوردن منتقدین اینه که یه چیزی توی این کتاب اومده که اونو درست نمی میدونن مسلمان ها. اگر دوست جدید اومدن که ایشون صحبت ظاهرن هنوز کامل وصل نشدن، شما میخواید صحبت کنید تا اگر متصل شدن. خب اینجا میگه که پیامبر
در واقع پول می گرفته برای اینکه با دیگران صحبت بکنه. توی این کتاب نوشته در دو آیه توی قرآن اومده که خداوند نخست به پیامبر خود توصیه کرده که کسانی که به قصد تبرک به دیدار پیامبر میرن پولی بپردازند تا به مصرف معاش او برسند. نویسنده در این آیه دو جا مرتکب اشتباه میشه، یعنی آقای شفا، این چیزی که میگم مسلمان ها گفتم. یک، چون در آیه 12 سوره مجادله به مؤمنان خطاب میکنه که اگر میخواید با پیامبر در گوشی به نجوا سخن بگید، لازمه که قبل از اون مبلغی رو به عنوان صدقه به محرومان بپردازید و پس از اون برای نجوا نزد پیامبر بیایید. میگه این حکم در حقیقت روشی احترام آمیز برای کم کردن این گونه ارتباط های خصوصی با پیامبر بوده، چون پیامبر معمولا در مجالسی بوده که مؤمنان اونجا بودن و خوشش نمی آمده و این رو ناپسند می دونسته که مثلا خیلی ها می رفتن در گوشی با پیامبر صحبت می کردن. بنابراین اومده بود این شرط رو گذاشته بود، گفته بود که اگر می خوای با من صحبت بکنید به صورت خصوصی یه مبلغی رو باید پرداخت بکنید که اون رو صرف محرومان بکنید. اما در کتاب شفا یه تولد دیگر آقای شفا گفته که این رو برای صرف زندگی خودش محمد میخواسته و این مقداری تعارض داره با گفته های مسلمان ها. مسلمان ها میگن که پیامبر اونقدر متمول بوده، پول داشته که نیازی نبوده بیاد صدقه بگیره و اگر پولی رو میگرفته از دیگران برای محرومان بوده. دوست گرامی سلام به شما. سلام و وقت بخیر خدمت شما. بله من صداتون رو دارم و خوشحالم که منو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. منتظر زنده باشید یه خورده. البته من در اندازه نیستم که بخوام در کنار شما باشم، میخوام چیزی بگم ولی اطلاعات و چیزهای پراکنده برحال همیشه دنبالش بودیم تا اون اندازه که فهمیدیم که اصلا فرق بین دین، اصلا تعریف دین که من یادمه توی کتاب مال اوشو بود که راجب دین یه تعریفی کرده بود، نوشته بود که دین حاصل توهمات و خرافاته که از احساس میاد. خب دین ها برمیگردن به حالا از زمانی که انسان هوشمند بوده، کم کم هر اخلاقی و رفتاری و دیگه سبک شده بس به جغرافیایی که داشتن زندگی کردن. امروز دین دیگه حالا هر بی‌نظمی مدت ها که بخواد ادامه دار باشه یک نظم و یک قانون در میاد و خطاهاش و نقایصش دیده نمیشه. مثلا دین اسلام تر پر از نقص و اشتباه و غیر اخلاقیه، در واقع پذیرفته شده برای 1.5 میلیارد آدم که با یک خدا با یک کتاب دارن یعنی کاری انجام میدن که همون کشتن آدم ها با چاقو با تفنگ، حالا انتحاریاشون هر طریقی که به قول دوستامون اونایی که میمیرن میگن میریم بهش، اونایی که میکشند هم میرن بهش. در مجموع خواستم بگم واقعا که سر کننده شده این روز تو فضای مجازی و فالوورها و پیجایی که دنبال میکنیم همش داره دین نقد میشه و انقدرم درست دارن مردم اطلاع رسانی میکنن، اما نمیدونم چه چیزی مانع این که شما بتونید این قدرت رو داشته باشید، این پوست کهنه، این اندیشه، این در واقع اندیشه که نمیشه بگید، این سبک بسیار در واقع سبکی که اصلا جواب نمیده از اخلاقی اجتماعی همه چیز، اما دقیقا با مردم عجین شده و مردم نمیتونن اینو در واقع مبدل بشن به یه چیز دیگه. خواستم ببینم این از کجا نشأت میگیره. من دقیقا 15-16 ساله که همونجوری که دوست عزیزمون حالا اسم شهرش رو نمیدونم گفتن آقای رضا فاضلی، واقعا درود به شرفش و واقعا یادش گرامی که تو بیداری مردم ایران واقعا تاثیر داشت. یکی خودم دنبالش بودم همیشه
آقای فاضلی خیلی خوب نقد میکرد، جوری که یه آدم بی سواد یا آدم با سواد یا آدم با خرد غیر خرد میتونست بفهمه چی به چیه، خیلی ساده و رسا در واقع میرسون. اما من یه سوال دارم، اگر هم بچه شما کدوم میتونید برام اصلا توضیح بدید، حالا کسایی که تو لایو تشریف دارن، که چرا ما واقعیت رو میبینیم اما نمیتونیم ازش فاصله بگیریم، تغییر کنیم؟ چرا تغییر نمیتونیم بکنیم؟ این علت چیه؟ من افرادی رو دیدم میپذیرن، من توجیهشون میکنم، اما بازم تو همون گله میرن که همیشه توش بودن. این از کجاست؟ چرا اینجوری میشن مردم؟ خیلی دوست داشتم اینو بدونم. آیا شما به این رسیدید که چرا واقعیت رو میبینن، انکارم نمیکنن، اما به عادت خودشون ادامه میدن؟ بله، ممنون از سوال شما. آقای قرادقی شما پاسخ میدید؟ صدای شما گویا نمیاد. صدای من نمیاد، الان میاد صدای من؟ بله بفرمایید. بله، عرض کردم خب شما اساتید ترید، استاد ترید دوستان، اگر جواب بدم. ولی من فکر میکنم که جوابشون رو یه دوستی پایین یه پیامی گذاشتن، بیشتر مسلمان ها اصلا دین اسلام رو نمیشناسن. موضوع اینجاست که ایشون فکر میکنم جوابشون تا حدودی مرتبط هست به سوال شما، چون موضوع اینه که بحث این که دین رو بشناسیم و اینکه از خرافات دست برداریم این نیست که مثلا امروز من فهمیدم که فلان اتفاق تاریخی اشتباه بوده، از فردا یا آتئیست میشم یا دین رو نقد میکنم یا میرم برای خودم یه بیدین میشم. اینطور نیست. خب دین همون جوری که رسوخ میکنه تو وجود آدم، توی اون زندگی آدم، توی اون باورهای آدم، به مرور طی سالها همونقدرم طول میکشه که این از وجود آدم در بیاد. خب ما الان افرادی داریم که دین رو قبول دارن یا ادیان رو در واقع قبول دارن، و کسانی داریم که ندانمگرا هستن. اینا کسانی هستن که در واقع یک مرحله رو پشت سر گذاشتن، میتونن بفهمن که خیلی چیزها خرافه است، ولی این که بخوان یک روزه یا یک ساله، خیلی ها میبینی تا آخر عمرم تو همون برزخ میمونن، به خاطر اینکه میگم باید این اتفاق بیفته، باید این به مرور با مطالعه زیاد، با درک زیاد، با تحلیل زیاد. خیلی اصلا مطالعه میکنن ولی تحلیل نمیکنن. همین برنامه‌ای که ما گذاشتیم برای همینه که ما بیایم اون چیزی که مطالعه کردیم رو تحلیل کنیم، ببینیم چقدر اصلا از اون مطالعه ما درک کردیم، چقدر فهمیدیم که چه کتابی رو خوندیم، در مطالبی که خوندیم اصلا چقدر درسته و چقدر غلطه. این باید توی اون در واقع اون من شخصی افراد اتفاق بیفته و به مرور میتونه خودش رو توی زندگی فردی و شخصی نشون بده. این نیست که یه دفعه طرف بیاد تو شبکه‌های اجتماعی ببینه که بعد این دروغه اون دروغه، بعد بیاد پس فردا بشه یه منتقد یا یه آتئیست. خب این قطعا خیلی طول میکشه به مرور. اوکی، اجازه هستم یه کوتاه صحبت کنم؟ بله حتما. شما فرمودید فضای مجازی، من تقریبا میشه 18 ساله، واقعا 15 ساله که دیگه باور ندارم، اهمیت به مذهب و دین نمیدم. خب اون زمان فضای مجازی نبود. بعضی از انسان‌ها ذاتاً از درون خیلی کنجکاوند، به دنیا، به دارایی، چیزی اهمیت نمیدن، یک مثل خودم. اما همیشه ابتدا و انتهای جهانو میخواد همیشه بدون از کجا بوده، چرا. مثلا من تنها چیزی خیلی برام سوال بود، میگفتیم ایرانی هستیم و از این حرفا، چرا اسم من یه اسمیه که ایرانی نیست و عربی هستش؟ این اولین جرقه بود که در واقع من اومدم پیگیر شدم و کلن وارد این بحثا شدم که تا به اینجا رسیدم. الان هیچ وقت توهین به دینی نمی کنم یا کار ندارم. به هر حال شما فرض کن 4000 سال قبل یک آدمی که تقریبا درست بوده و این چیز رو میدونسته و جلو از خیلی از چیزهای غیر اخلاقی و ممانعت میکرده، خب خیلی ها قبولش داشتن، کم کم در واقع یه بوتی میشد، یک سمبولی میشد، مثلا میشد موسی، میشد عیسی. حالا محمد که میگید که نمیدونم پول میگرفت، حرف میزد، اون چیزا من شنیدم. و محمد هم به هر حال تو شام و مصر و ایران میرفت میومد، وقتی که تو
صحرای عربستان اون همه بی فرهنگی رو میدید. البته بازم اقتضای طبیعت اونجا هست، شاید اگر ما هم توی همین صحرایی بودیم این حالت ایجاد میشد برامون. محمد هم به هر حال الگو گرفت، اومد به هر حال یه سبکی رو بیاره اونجا و موفق هم شد. اگه ما کتاب خونده باشیم، حالا من زیاد کتاب نخوندم، ابو سفیان خیلی مخالف بود و میدونست که محمد یه حالت توهمی و خیلی بیش فعالی داره، خیلی زرنگه و میخواد خیلی کارایی رو به نفع خودش انجام بده و همیشه تو قرآن تو اصحاب کهف هم راجبش گفته شده که ابو سفیان همیشه مخالف محمد بود و به همه میگفت محمد از هیچ جای وحی نمیگیره، کسی داشت چیزی نمیگه، مگر اینکه یه سری آدم‌ها با اطلاعات بالا، معلومات بالا دارن یادش میدن. به هر حال محمد، آدم‌هایی که برای محمد کار میکردن و راویش بودن و پیروش بودند، اسلامو به گندترین حالت ممکن تو دنیا به وجود آوردن. یعنی اگر ابوبکر و عمر و عثمان و اون فرماندار و اون در واقع سپهسالارای جنگیش نبودند، امروز اسلام همه جا به این صورت صادر نمیشد با خشونت و حمله از هم ابتداش تا حالا. در حال دیگه یه چیزی که میمونه رسوب میگیره و 4 برابر حجمش در واقع بود پیدا میکنه. اسلام هم یه همین چیزی، همه چیزاش شاید 1% اسلام، بقیهش بهش اضاف شد تا حالا. بله، البته در بقیه این دوست ما فکر کنم جسارت نباشه خدمت جان، فکر کنم منظورش اینه چرا یک عده‌ای که فهمیدن خب حالت منفعل پیدا کردن. این دوستمون شاید نظرش اینه که خب دوست عزیز شما نگاه کنید، شما در کشوری زندگی میکنید که باید بترسید. این رو بدونید، شما خیلی از دوستان هستن الان اطلاعات خیلی خوبی دارن، آگاه هستن، ولی کار دین همینه، یعنی شما رو یک نیازمند میکنه، دو میترسونه. شما میگین من کاری به اسلام ندارم، پشکار نداره، شما ماه رمضان شما اصلا نمیخواد کاری به اسلام داشته باشی، شما نوشیدنی بخور، شما غذا تو بخور، اونا با شما کار دارن. دوست من خب اینجوری نیست، الان دوستان نیاز، الان شما میبینید از لحاظ اقتصادی در یک وضعیتی به سر میبریم که صبح تا شب ما باید جان بکنیم. خب مشخصه، خب این ترس ایجاد میشه که اگه من دستگیر بشم یا اینکه اتفاقی برام بیفته، خب کی میخواد هزینه های من رو پرداخت کنه؟ خب این تهدیداته که باعث شده که اون دوستانی که الان آگاه هستن حالت منفعل به خود بگیرن و زیاد شاید فعالیت یا انجام ندن. یا اینکه نیاز، شما نگاه کنید یک پدر و مادر رو در نظر بگیرید، این پدر و مادر فرزندشون بیماره، خب میتونه اینو ببره دکتر، اما پیش پزشک ببره، اما هزینهش زیاده. خب چه کار میکنه؟ خب میاد با یک مقدار کمتر میگه این رو میبرم مشهد شاید شفا پیدا کرد، چون نمیتونه اون هزینه رو پرداخت کنه. اگر این خانواده از لحاظ مالی مشکل نداشته باشه و بتونه هزینه پزشک رو پرداخت کنه، یا اینکه اصلا خارج از ایران بره، خب مسلما اون بچه درمان میشه و دیگه این تشریف نمیبره مشهد بگه من برم اون شفا بچه‌مو شفا بده. اینجاست یک نیاز، دو ترس، که ما میبینیم این حکومت هر دو رو ایجاد کرده برای مردم و در تنگنا قرار داده مردم رو. بله، البته جناب فرادی توی پیام ها آقا محمد از اساتید خیلی خوبی هستن، از نویسنده های خوب کشورمون هستن، نوشتن که لطفا به منافع هم اشاره بفرمایید، بعضی ها منافعشان ایجاب میکنند که لجاجت کنند. اینم نکته سومی هست که باید بهش اضافه کرد به اون بس. دوستان دیگه هم هستن که میخوان بیان و صحبت بکنن. ممنون دوست عزیز شرکت کردید و استفاده کردید از مطالب شما، متشکرم ازتون، افتخار بود، متشکرم، اجازه بدید زنده باشید. درود باش، من از حضورتون مرخص میشم. بله، دوستان دیگر رو اگر بتونیم بیاریم بالا که صحبت بکنن، در غیر اون صورت تا این دوست جدیدمون که وارد گفتگو میشن، من یکی دوتا پیام رو بخونم با اجازه خانم بدیعی. نوشتن که در طول تاریخ، جناب زمانی نوشتن در طول تاریخ ما شیخ و شاه در طول تاریخ ما شیخ و شاه از آگاهی مردم وحشت داشتن، بقای هر دو انگل با نفهمی مردم دوام پیدا میکنه. البته
این نفهمیرم در واقع دامن میزنن کام همیشه این حکومت ها که برای اینکه بتونن در قدرت باقی بمونن همیشه از تمام ابزارها استفاده میکنن که این باورها و خرافات مذهبی هم یکی از اون بله بفهم از من میخواید بپرسید بفهم آقای شفا تا اونجایی که من میدونم در زمان محمد رضا شاه یکی از نویسندگان ایشون بودن آقای شفا نویسندگان معتمد و معتبر محمد رضا پهلوی بودن چرا این کتاب رو در اون زمان ننوشتن یا اگر نوشتن چرا منتشرش نکردن علتش چیه؟ اتفاقا نقد خود من هم به ایشون دقیقا این موضوع و چند تا موضوع دیگه است. یکی ایشون در زمان حکومت پهلوی ایشون نه تنها نویسنده تراز اولی بودن، چندین جایزه گرفته بودن، بلکه جزو بالاترین مقام‌های فرهنگی کشور بودن. در واقع یه جورایی میشه گفتش که نماینده فرهنگی دربار بودن. و اینکه میاره که الان بهتون پیشنهاد اون جشن 2500 ساله که گرفته بودنم توسط ایشون بوده تا جایی که من میدونم، درسته؟ بله درسته، بله بله، اصلا دستشون در موضوعات فرهنگی خیلی باز بوده، ولی همونطوری که میبینیم ایشون به عنوان یک نویسنده کتابی رو مینویسن و انسان خدا رو آفرید و این رو با اسم الف ب منتشر میکنن، یعنی اسم اصلی خودشون رو نمیتونن روی کتاب بذارن حتی. خب این داره یه تناقضی ایجاد میکنه. حالا اینجا میشه دو تا مسئله رو مطرح کرد، این که ایشون ترس داشتن از این که بخوان مثلا یه نویسنده مطرحی باشند، نویسنده در واقع منتقدی باشند، و مسئله خیلی مهمتر این است که به عنوان یک روشنفکر چطور ایشون وقتی در اون در واقع لایه‌های بالای جامعه بودند، به عنوان یک تصمیم گیرنده فرهنگی بودند، چطور این در واقع این خطر رو که بعد از انقلاب خیلی شدیداً حس می‌کردن و همونجور که اول همین کتاب اشاره کردن به اون نوشته حاج سیاه، خاطرات حاج سیاه که 100 سال پیش نوشته شده بود و پیش بینی میکنن که در واقع در 100 سال بعد مردم دوباره به همون وضع گرفتار هستند و خواهند شد. ببینم اگر من اون متن رو پیدا کنم از روی خود کتاب بخونم، اجازه بدید. بله، میگه که در اولین سال این قرن حاج سیاه محقق و جهانگرد ایرانی در بازگشت از سفری به دور دنیا در کتاب خاطرات خودش که از جالبترین آثار زبان فارسی قرن حاضر است در توصیف وضع اجتماعی ایران آن روز نوشت جماعت عمامه به سر همه جا را پر کردند و همه مقامات را صاحب شدند. کسی نمی‌داند کدام یک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد. همه نام آیت الله و حجت الاسلام و شیخ و ملا دارند و کارشان این است که به اسم شریعت هرچه میخواهند بکنند و جلوی هرچه را که میخواهند نمیخواهند بگیرند، تکفیر کنند، معامله بهشت و جهنم میکنند. کسی جرأت ندارد بگوید آقا دروغ میگوید. و میاد پایین میگه که آنچه از اسلام باقی است زیارت رفتن و نماز جمعه خواندن و نشکشی و غیر است، وگرنه واجبات شر متروک شده. خب این رو این شخص میدونن، اطلاع دارن که توی ابتدای این قرن همچین چیزی هست و این موضوع داره ادامه پیدا میکنه. جامعه‌ای که ایشون به عنوان یک تصمیم گیرنده فرهنگی هستن، حالا این دو حالت میتونه داشته باشه، یکی این که خود دیکتاتور اجازه نمیداد که زیر دستاش بتونن تصمیم فرهنگی خوبی بگیرند در مقابل اون جریانی که توی جامعه وجود داشت، و مسئله دیگه همین است که خب خود این شخص ما میبینیم که دوچار سانسور شده، یعنی کسی که
بالاترین سطح در تصمیم گیری فرهنگی جزء بالاترین، حالا نمیشه گفت بالاترین چون معمولا توی جامعه دیکتاتوری شخصی که اون بالاترین رو داره، ولی ایشون یه لایه به عنوان یک مقام مسئول جزء بالاترین درجه ها بودن. چطور ایشون حتی خودشون نمیتونن آزادانه بنویسن به اسم خودشون کتاب منتشر بکنن؟ و مسئله مهمتر دیگه که وقتی دستشون انقدر باز هست چرا به این مسئله نمیپردازن؟ چطور این در واقع تحلیل رو، این درک رو نتونستن داشته باشن توی مسائل فرهنگی و موضوعات کشور که به این موضوع خیلی مهمی که داره جامعه رو میگیره و داره به یک انقلاب و یک نابودی جامعه ختم میشه، در واقع اون بحث مذهبی داره رو میاد و خیلی داره پرشور و هیجان، حتی اون انقلاب مردم رو احتمال مصادرش بسیار زیاد هست، اونجا احساس مسئولیت نکردن ایشون و با اون حتی با اون حمایت از یک سری از مسائلی که توی جامعه بود، خب به نظر شخصی من این جزء انتقاداییه که به آقای شفا وارد است. حالا دوستان پاسخهای خیلی خوبی دادن در میان توضیحات شما. آقای فریدون گفتن که شرایط آن زمان ایجاب نمی کرد. باور بفرمایید اگر حکومتی به نام جمهوری اسلامی نبود ایشان باز چنین کتابی را ارائه نمی دادن. دوست دیگری به نام اسکار گفتن که ایشان ترسیدن در جامعه اسلام زده ایران همون سرنوشت استاد کسروی نصیبشان بشه. از من با ایشون بکنم موافق ترم. آقای کروش گفتن که مرزی بین شجاعت و جسارت وجود دارد و آقای شفا چنین جسارتی رو نداشته و همین این توضیحاتی بود. میتونه برحال چون اون زمان اگر آزادی بیان وجود می داشت، اگر وجود می داشت، باز هم یه سری به هر حال روحانیونی بودن که نفوذ داشتن، اونها میتونستن تأثیر بگذارند روی اینکه چه کسی رو محاکمه بکنیم، مثل مثلا نواب صفوی که به هر حال نفوذ داشته، اومده و با اختیارات خودش با اکیپ خودش کسروی رو کشت. ممکن بود این اتفاق هم برای ایشون بیفته، بعیدم نیست. بله، آقای قره‌داغی اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن احتمالا دیکتاتور اون زمان خب این اجازه رو نمیداده، چون به هر حال ایشان بکنم وزیر بودن در زمان محمد رضا پهلوی و همون تر جشن های 2500 سالم به روایتی میگن ایشون داده. خب همون دیکتاتور چون خودش آدم مذهبی بود ترسیده به احتمال فراوان که شاید مثلا اگر ایشان این کتاب رو بنویسن یک اتفاقات شدیدتری بیفته از همین انقلابی که میترسید و رخ داد. بعد یک نکته دیگر هم خواستم عرض کنم، بعضی از دوستان، البته جسارت نباشه در حضور شما این رو میگن، ما زمانی که یک کتاب رو میخونیم باید بیشتر به مطالب کتاب بپردازیم یا فکر کنیم. حالا شاید این نویسنده مثلا ما صادق هدایت رو داریم، به هر حال خب خودکشی کرده، ما نمیشه که اینجا اینجوری نخ کنیم که چرا مثلا اون شخصون خودکشی کرد، ما دیگه حرفش رو کتابهاش رو قبول نداشته باشیم و این اشتباه است. ما باید مطالب رو واکاوی کنیم. ما در این کتاب داریم که این آیه‌ها رو از قرآن میاره، از تورات میاره، اینجوری نیست. حالا شاید بعضی از دوستان میگن یک تعدادی از آیه بوده، یا اینکه یکی از دوستانم گفته بود که پیغمبر اینجوری پول نگرفته. من نمیگم حتما پول گرفته، فقط من از این دوست میپرسم شغل پیغمبر چی بوده، چه کاری بوده، شغلش چی بوده، در اون زمان به چه کاری مشغول بوده که ارتزاق میکرده، جناب پیغمبر شغلش چی بوده. البته ایشون فرصت نداشتن به هر حال رسیدگی به اون همه همسر و یه مقدار وقت زیاد بله. میبره. بله دقیقا حرف شما کاملا درسته، این که به متن کتاب بپردازیم، ولی موضوع اینجاست که حالا آقای انوش یه مطلبی نوشتن، اصلا نمیتونید نویسنده به نویسنده بگویید که در آن وقت تصمیم به نوشتن چه زمانی، منظورش اینه که تصمیم بگیرن که یه نوشته ای رو بنویسن، ولی پایین ترش آقای زمانی جوابی که دادن اونم باز فکر میکنم در خور توجهه. اینکه ایشون بله همونجوری که ایشون هم نوشتن، ایشون وصیت نامه شاهو نوشته بودن،
و تئوری دروازه‌های تمدن از ایشون بوده. بله کاملا درسته، نوت‌های شاه جشن‌های 2500 ساله رو هم ایشون نوشته بودن. خب به هر حال ما به عنوان یک شخص ناظر وقتی به یک نویسنده نگاه میکنیم هم باید خوبی‌هاشو ببینیم هم بدی‌هاشو، همونجوری که ما الان توی این کتاب خوبی های این شخص رو میبینیم. یک ذکاوت خیلی جالبی دارن آقای شفا، همونجوری که تو کتاب میان یه سرآغاز گذاشتن تو کتاب که نظر خودشون هست و خیلی هم جالبه، همونجوری که یه بخش خیلی کوچیکی شما من خوندم که اشاره میکنن به خاطرات حاج سیاح و در ادامه توی متن کتاب ایشون به صورت خیلی جالب و رندانه میان در واقع نظر نمیدن. نویسنده اینجا خیلی میشه گفت نقش نداره، اومده یک موضوعی یا اتفاقی رو از یکی از ادیان ابراهیمی آورده و به همین ترتیب به صورت تاریخی موضوع بعدی یعنی کنار هم قرار داده. یا مثال میزنم یه موضوعی که برای یه پیغمبری اتفاق افتاده، این رو میاره اول بیان میکنه، خواننده قشنگ متوجه میشه این یه مثلا یه موضوعی که به کودک هم بگی میگه که نه این اصلا همچین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته، نه یه چیز واقعی میتونه باشه، ولی خب این جزء اون موضوعات مذهبی و باورهای مذهبی ده هستش. این رو کنار یک مطلب بعدی قرار داده، به همین شکل مطالب رو در واقع گلچین کرده از ادیان ابراهیمی و آورده کنار هم چیده. این یه هنر خیلی خوبی بوده که این شخص به عنوان یک نویسنده داشته. خب این نکته مثبتش بوده، ولی اینکه یک نویسنده یا یک روشنفکر در زمانی که توی دوره‌ای ابزارش رو داره، توانش رو داره، کسروی جایگاه مشاور فرهنگی یک سیستم حکومتی رو نداشته، ولی یک کسی مثل شفا داشته و میتونسته مشاوره بده، میتونسته بگه جناب شاه شما که داریم این همه مساجد، این همه آخوند، این همه در واقع تو جامعه داری دین رو گسترش میدی، این ممکنه فردا به عنوان یک در واقع معضل خیلی بزرگی بر علیه خود همین جامعه عمل بکنه. این نقدیه که در واقع ما به اون نویسنده در جایگاه روشنفکری خودش داریم. این نویسنده معمولی ممکنه یه رمان بنویسه. خود آقای محمد رضا پهلوی مسلمان بوده، نمیتونسته مثلا چقدر میتونست آقای شفا بیاد روش تاثیر بگذاره بگه که اینقدر اسلام گسترش نده؟ خب خودش این باور رو داشته آقای محمد رضا پهلوی. خب آخه مسئله اینه که خب ایشون باور داشتن، بس مشاوره فرهنگیه. من وقتی یه مشاوره ای میدم به یک، حتی فرق نمی کنه به یک دیکتاتور، وقتی مشاوره داریم میدیم یعنی اینکه داریم خط مش تعیین میکنیم، وقتی حمایت میکنیم از اون موضوعی که توی اون جامعه داره جاری میشه یا در واقع در جایگاه یک نویسنده نقضش نمیکنیم، حتی خودمون رو سانسور میکنیم. ببینید این مسئله خیلی مهمه که توی جامعه باز میتونیم برگردیم اینجا به همون منافعی که یکی از کاربرای اشاره کردن، آقا محمد فکر میکنم اشاره کردن که بعضیا شاید منافعشون این هست که از یه چیزی در واقع یه چیزی رو رد نکنن یا چیزی که میدونن اشتباهه اون رو براشون خیلی مهم نباشه. خب اینجا این مسئله پیش میاد برای یک روشنفکر، برای یک نویسنده جامعه، برای یک شخصی که غیر از نویسندگی و روشنفکری جایگاهی داره توی اون سیستم حکومتیشون، بالاخره مقام داشتن، جایگاه داشتن، اون رو هم باید در نظر گرفت که ابزارشو داشتن، آیا تونستن استفاده کنن از اون ابزار برای منافع اون جامعه یا نه. این به هر حال نقدیه که من شخصا دارم، میتونه حتی غلط هم باشه، ولی بحث اینه که چقدر از اون ابزار استفاده کردن. بله بفهمه بله. بله جناب آقای قرداغی شما درست میفرمایید، نقد به خود جناب آقای شفا به عنوان یک روشن فکر طبق فرمایش شما وارده، اما یک سری از دوستان این نقد به خود آقای شفا رو تعمیم میدن به کتابش.
خب یعنی مثلا میگن این کتاب چون به این مشکل راهی شفا داشت اون موقع ننوشته، خب این کتابش به درد نمیخوره، یا بدون اینکه کتاب رو بخونن و اینجوری فکر میکنن که بله خب چون آقای شفا اون موقع این کتاب رو ننوشته بس حالا این کتاب همش دروغه، در صورتی که این کتاب تمام منابع خدمتتون قبلا عرض کردم که از کتب عهد عتیق و جدید برداشت شده، همینجورم الان شما فرمایش کردید، همینجورم ذکر کرده جناب آقای شفا، یعنی آدرس اون آیه ها رو دقیقا ذکر کرده در کتاب، اما خب متاسفانه مذهبی اون شاید دوستان مذهبی از این استفاده میکنن و نقدی رو که به خود نویسنده وارده اون رو تعمیم میدن به آثارش، به اثرش. من نظرم اینه که این اشتباه است که ما بخوایم نقد به خود نویسنده رو تعمیم بدیم اون اثرش قبل از اینکه اون رو بخونیم و واکاوی کنیم مثلا ببینیم چی نوشته. بله دقیقا همینطوره، ما عرض کردم نویسنده رو در جایگاه نویسندگی و در جایگاه اون که یک نفر رو مطلقاً بگیم خوب بوده یا مطلقاً بگیم بد بوده، در واقع نمیتونه به ما کمک نمیکنه. ما استفاده میکنیم از در واقع اون مطالبی که تو کتاب عنوان شده و موضوعاتی که مطرح شده و به زیبایی هم عرض کردم خیلی هم زیبا و قشنگ مطرح شده. به طور مثال به اتفاقاتی که اشاره میکنه میاد موضوعات تاریخی رو هم در کنارش بدون اینکه بخواد نظر شخصیش رو خیلی اعمال کنه میاد در کنارش، مثال میزنم در کنار اون موضوع چرخش خورشید یا چرخش زمین میاد گالیله رو هم مطرح میکنه. خب این داره در واقع به ما کمک میکنه که ما فکر کنیم ببینیم اون موضوع درسته یا غلطه یا اون مطلبی که اونجا نوشته شده کجا تأثیرش رو گذاشته، تأثیر منفی که این بحث در واقع موضوع دینی چیز داشته، تاریخی داشته، کجا اومده خودش نشون داده. حالا آقای شفا میاد گالیله رو مثال میزنه که توی دادگاه اومدن مشکلشون این بود که خب ایشون میگفتن که خورشید نمیچرخه بلکه زمین میچرخه و این نقض داشت با اون در واقع اون داستان تاریخی که فکر میکنم یوشع بود که در جنگ با اون چیز آموریان اومده بود خورشید رو نگه داشته بود، ماه رو نگه داشته بود که اینا نچرخن و اون موضوع. خب این رو ما توی کتاب مذهبی میبینیم و در روند تحول علمی میایم میرسیم به این که این نمیتونه درست باشه و این رو داریم نقض میکنیم، ولی یک دادگاهی میاد این شخص رو در واقع دادگاهی میکنه و محکوم میکنه که این شما، یا اصلا موضوعات دیگه ای رو داریم. شما ببینید مثلا ما شخصی داریم به اسم شامپولیون، خب این یه در واقع این شخص دوستمون رو عد کنم اگر اضافه میشن، بله این آقای شامپولیون یه محقق بوده، در واقع زبانشناس بوده، ایشون رفته بودن توی مصر و اون خطوط هراگلیف و اینا رو داشتن روشون تحقیق میکردن و اومدن در واقع رمزگشایی کردن زبان هراگلیف رو و تونستن اون متون مصری رو که کشف میشد اینا رو میخوندن و اون کشیش های مذهبی دیدن که با تمام اون در واقع تاریخ ادیانی که اینا یک عمر دارن به خورد مردم میدن با اون فرق داره، این تاریخ جدید در اومده و این شخص اجازه نمیدادن که حتی اون موضوعات رو منتشر بکنه. عرض حالا اومدیم به موضوع دیگه رسیدیم از اون حرف، ولی بحث اینه که توی متن به زیبایی تونسته آقای شفا در جایگاه یک نویسنده به زیبایی تونسته این بدون اینکه نظر شخصیش رو اعمال بکنه به خواننده، تونسته این رو در واقع
با کنار هم چیدن این موضوعات این رو به خواننده بقبولونه که شما میتونی فکر کنی، خودت پیگیری بکنی، ببینی این مسائل یا این موضوعاتی که به لحاظ تاریخی یا به لحاظ اجتماعی ذکر شده یا قید شده توی ادیان مختلف چقدر میتونسته درست باشه و چه جایگاهی به لحاظ عقلی، به لحاظ علمی میتونن داشته باشن. این نکته و در واقع امتیاز این نویسنده است، ما این رو تایید میکنیم. ولی خب در سیر تحول زندگی خود شخص این رو هم میشه انتقاد کرد که چطور ایشان به فکر این افتادن که بعد از انقلاب بیان در واقع حکومت جدید رو در دین جدیدی که حکومت جدید شده نقد بکنن، یا دین قدیمی که حکومت جدید شده نقد بکنن. ببخشید بنده دونم آقای قرداغی، اون دوستی که فرموده بودن که به چه درد ما میخوره این صحبت ها، شما الان اشاره خوبی کردید، همون یوشه اگه اشتباه نکنم، فکر کنم خوب تلفظ نکردم، اون فرمانده موسی بوده که معجزه میشه و روز رو طولانی میکنن. خب همونطور هم که باید شما در کتاب علی قتال عرب اشاره کردین اگه اشتباه نکنم، رد شمس بود فکر کنم، آره دقیقا باید. اونجا میبینیم زمان رو برمیگرده. خب اگه ما این رو میخوندیم شاید دیگه اون اشتباه رو تکرار نمیکنیم که اون رو قبول کنیم که اون دوست میگه که الان به چه درد ما میخوره که بفهمیم. اگه ما اون رو میفهمیدیم که بله اون اتفاق افتاده، اون فرمانده موسی، شاید دیگه در این اشتباه رو دوباره مرتکب نمیشدیم که بیان و در اینجا این رو ارائه بدن که بله خوشی رو برمیگردونن، تایم رو یعنی میان عقب‌تر، چون خوابش برده فکر کنم سر گذاشته بود رو پاش، خوابش برده بود، به نماز نرسیده بود و خوشی رو عقب میاره. بله دقیقا همینطوره. متاسفانه تمام موضوعات دینی الان در واقع تو جامعه ما داره خودش رو اعمال میکنه در تمام زندگی ما. حالا اینکه ما بگیم به چه دردمون میخوره، اگر 10 دقیقه صبح که پا میشیم به دور برمون نگاه کنیم میبینیم که تمام زندگی ما در واقع همین موضوعات دینی هست. و بله دوست جدیدی هم به ما پیوستن. درود بر شما خانم قدیر. درود بر شما خانم قدیر، حال شما خوبه؟ سلام و درود شما، خیلی خوش آمدید. حالتون متشکرم خانم قدیر. خانم قدیر حال شما خوبه؟ این دوست بارم نمیشتستم. بفرمایید. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. عرض کنم راجع به این کتاب تولد دیگر، اگه ما بخوایم اول راجع به موضوع کتاب بحث کنیم، برید اسم کتاب مشخصه روش، تولدی دیگر. ما وقتی که میگیم تولد یعنی این که اون چیز لغت عمومیش، یعنی یک کودکی وقتی متولد میشه، این کودک بدون هیچ پیش زمینه اعتقادی یا هیچ پیش زمینه فکری متولد میشه. حالا اون مثالی که برای ما زدن از قبل، میگیم یک کودک مثال یک صفحه سفیدی هست که بدون اینکه حالا در یک جغرافیای خاصی، در یک مکان خاصی، بدون هیچ مذهب خاصی و اعتقاد خاصی متولد میشه. اون مکان، زمان و محیطی که هست باعث میشه که این شخصیت این شخص شکل بگیره. حالا این جمله رو همیشه شنیدیم، میگیم جغرافیا همیشه مهمترین عامل اعتقادی افراده. یعنی اگر من در اسرائیل به دنیا می اومدم یهودی میشدم، اگر مثلا در فلان جا بوده به دنیا اومدم میشدم. خب این کتاب تولد دیگر به نوعی میخواد بگه ما وقتی با خواندن این کتاب یک بازبینی کلی در اعتقادات خودمون ایجاد کنیم و دوباره متولد بشیم، یعنی از صفر شروع کنیم و تمام اون چیزایی را که بر اساس این زندگی که چند سال داشتیم، حالا من مسلمان زاده، حالا مسلمان که نیستیم، حالا مسلمان زاده ایم دیگه، حالا به هر صورت حالا بخوایم بگیم، از نو شروع کنیم و متولد بشیم دوباره با یک اعتقادات جدید و یک تحلیل اون چیزی که به ما گفتن. حالا این داستان کتابه، حالا داستان‌های قوم یهود گفته، کتاب تورات گفته. حالا ولی بحث اونجایی که من اون روزم تو گروه عرض کردم خدمت دوستان، گفتیم آقا چرا این آقای شجاع‌الدین شفا اون زمانی که میتوانسته، یعنی ببینید یکی از دلایل مهمی که این حکومت قبلی باعث انقلاب شد، خیلی از کتابا رو نذاشتن پخش کنه. این که دیگه رودرواسی با خودمون نداریم که آقا زمان
وقتی که آقای کسروی رو کشتن، آقای نواب صفوی یا اون گروه فدایان اسلام، حکومت هیچ کاری نکرد تا زمانی که اون نخست وزیر بود. اون رو کشتن، چرا حکومت سریع اومد و خلاصه اون قاتلا رو گرفت و اعدام کرد. و یه چیز دیگه، ببینید، یک کتاب، یک نظریه، اثرش بسته به نتایجی داره که در زمانی اثر بخش. مثلا ما کتابو مثلا بیایم، اون روز ما تو گروه گفتیم، یکی دوستمون گفت آقا مثلا اگه انیشتین فلان جا، چرا نمیتونیم بگیم که انیشتین چرا ننوشت؟ ببین بحث علمی و بحث اعتقادی فرق داره. این داستان کتاب شجاع‌الدین شفا، خودمون میدونیم که آقا این کتاب، همین کتاب خمینی بود زمان شاه، ولی اجازه انتشار نداشت. چرا نداشت؟ به خاطر اینکه حکومت پهلوی داشت استفاده میکرد از این اعتقادات. حکومت پهلوی به خاطر اینکه مبارزه کنه با کمونیست، این ابزار دینی که مثلا حالا این روحانیت بودن بسته بود بهش، آویزون شده بود به اینا دیگه. خیلی خودمونی بخوایم بگیم دیگه، شده بود به این داستانا دیگه. حالا خیلی عامیانه بگیم که همه متوجه بشه، حالا ما جسارت نمی‌کنیم خدمت دوستان. ببینید، شجاع‌الدین شفا زمان پهلوی اکثر کتاباش ترجمه، تمام، یعنی بیش از 90% کتابهای آقای شفا در زمان پهلوی که اونجا ترجمه خیلی که آثارات قبلیه. چند تا کتابی هم نوشته که حالا اون دروازه های تمدن رو، نمیدونم حالا دروازه های تمدن رو باز کنیم و نمیدونم این جشن های 2500 ساله و اون سخنرانی های شاه رو. اون زمان ما نیاز داشتیم که ما بفهمیم که حکومت دینی چی میشه، وگرنه در سال حالا مثلا این چند وقتی که آقای شجاع‌الدین شفایی نوشته که دیگه با این دنیای مجازی که دیگه با خودمون میدونیم دیگه، با یه سرچ کوتاه و یه سرچ ساده، با یه دکمه که بزنیم میفهمیم آقا یوشه چه کار کرد، لوط چه کار کرد، اون یکی چه کار کرد دیگه. تو این داستانه که مثلا آقا حالا سرزمین مثلا خاورمیانه اینقدر بود و اینقدر بود، اینقدر پیامبر داشت، اینا دیگه الان دیگه نه که تاثیر نداشته باشه، خیلی تاثیر داشته، کتاب تاثیرگذاری بود برای اون کسایی که نمیخواستن بدونن. اون زمانی که باید میتوانست و نخواست، ببین توانستن و نخواستن یک بحثه و نتوانستن هم یک بحثه. آقای شجاع‌الدین شفا اون زمانی که میمد سخنرانی شاه را میگفت، مثلا تخت جمشید شاه میگفت آقا ما کورش به خواب که ما بیداریم، نمیدونم بیداریم ما به خواب، یعنی هم چیزی میگفت دیگه. اون زمان به جای این باید این داستان را میگفت، اون زمان به جای این الان دیگه نیازی نیست. الان دیگه ما خودمون میدونیم دیگه، همه چیز داره میدونیم، الان دسترسی داریم. الان یک بچه 10 16 ساله امروز با 16 ساله ما خیلی فرق داره. ما وقتی که 16 ساله بودیم میرفتیم تو همین هیئت‌ها و اینا بودیم دیگه، هممون همین دوره رو گذروندیم. حالا من لااقل گذروندم. خب این داستان اینه. حالا دوستان نقد میکنن میگن اون زمان چرا مثلا نکرده و اینا، تأثیر یک کتاب زمانی مشخص میشه که نیاز جامعه باشه. آقای دوستمون، حالا اسم میخوام بیاریم، ببینید ما یک، الانم تو کامنت گفتم، یک مرزی داریم بین شجاعت و حماقت و جسارت. ما اگر از جسارت هوشمندانه به سمت شجاعت بریم، اون میشه جسارت، و اگر غیر هوشمندانه به سمت شجاعت بریم، اون میشه حماقت، یعنی جانمون از این. حالا باز با این همه احوال، ما اگر بخوایم کاری برای جامعه انجام بدیم، خب بالاخره دیگه آدمی که اگه بخواد برای آزادی یک کشور، آزادی فکر، آزادی اندیشه بگه، جانش هم از دست میده. این چیزی نیست. اون جرأت باید داشته باشه. اگر جرأت اینو نداره که چیز انجام بدی، یه وقتی باید اسلحه دست بگیری. ببینید، یک مقاله‌ای من خوندم نوشته بود، اگر در زمانی که اون یک سالی که تبریز محاصره بود، یعنی فاصله بین 1284 و 85 بود، 85 تا 86 بود که تبریز موقع چیز بود، نوشته بود اگر هزاران ولتر، اگر هزاران نمیدونم اسپینوزا، اگر هزاران راسل در میان مردم تبریز بود، این انقلاب مردم تبریز به ثمر نمی نشست مگر با گلنگدن اسلحه های ستارخان و باقرخان. ببینید این یک بحث، این بحث همون جسارتیه که داشت. خب ستارخان و باقرخان معلوم نبود حالا شکست بخورن یا تو این را پیروز بشن، ولی وایستادن پای اون اعتقادی که داشتن. اعتقاد معنی نه اعتقاد معنوی، اون باوری که داشتن. یک فرقی بین باور و اعتقاد هست همیشه. باور یعنی ایمان قلبی. حالا ایمان هم چون ما اینقدر از داستانهای ایمان شنیدیم، تا میگیم ایمان ذهن ها میره به سمت ایمان، نه، ایمان همون چیزی که میدونیم درسته، درست بودن داستان. بله، ولی عرض کنم که این کتاب
خب در کل کتاب خوبیه دیگه، حالا از اومده داستانهای پیامبران گفته و نمیدونم حالا تو خاورمیانه 124,000 پیامبر بوده، یه وضعی بوده که تو خاورمیانه سنگ هم ور میداشت زیرش پیغمبر خواب بوده دیگه، اینجور که اینو گفتن دیگه. حالا 6000 سال اومده، 6000 سال دیگه ما هر جور حساب کردیم دیدیم آقا 6000 سالی که تو قینه خودشون میگن دیگه، حالا امروز اومدن گفتن آقا 6000 سالی که ما گفتیم 6000 سال نوریه، نمیدونم این داستانه امروز. امروز هم من شنیدم که این سردار سپاه گفته آقا ما منشأ علم کوانتومیم. حالا اون موضوعی خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، احمق ازش پرسیده بود نیم ده دقیقه راجع به کوانتوم برای ما توضیح بده، این نمیتونست، اینو یه شنیده بود این کوانتوم، حالا تلفظم درستی هم نداشت دیگه، حالا این کوانتوم کن. و حالا این کتاب تولد دیگر در کل اینو میخواد بگه دیگه، یعنی متولد بشویم دوباره و با حالا نمیتونیم بگیم اعتقاد، میتونیم بگیم باور جدید، میتونیم بگیم از نو زایده شدن، حالا به اون کلمه تولده که بخوام بگیم. این کتاب خوبیه ولی اون زمانی که باید مینوشت ننوشت متاسفانه. چرا کسروی نوشت؟ ببینید کسروی نوشت، میرزاخان کرمانی نوشت، خیلی قبل از آن نوشتند، عبید زاکانی خیلی قبلتر آن نوشت، آقای شجاع‌الدین شفا مثل آقای علی دشتی بود دیگه، آه علی دشتی اول مخالف رضا شاه بود، صداش کرد اومد که بیایم اینجا پیش خودمون، خیلی عامیانه من دارم میگم ببخشید، که بیا شجاع‌الدین شفا علی دشتی رفت داخل دستگاه رضا شاه، اینو که دیگه خودمون میدونیم. بلا فاصله بعد از این که رضا شاه در شهریور 1320 رفت، یعنی به قول همین کتاب خاطرات حادثه‌ای بود فکر کنم من خوندم، یا اون کتاب خاطرات سلیمان بهبودی نوشت، روز اولی که رضا شاه هنوز از کشور خارج نشده بود آقای علی دشتی گفت کیف این آقا را بگیرید. ببینید بعد اومد داراخت دستگاه پهلوی دوم، و داخل پهلوی دوم بعد اگر آقای علی دشتی به نظر من یه 20 سال دیگه عمر میکرد قطعا یکی از وزرای حکومت این چی بهش میگن خلافت اسلامی خمینی، این حالا این خمینی این امام ما اومده بود اینجا، اومده بود آخرش اینجا اومده بود این پشت بسله اومده بود. عرض کنم که این داستان این بود که آقای شجاع‌الدین شفا اون زمان که میتوانست بعد این کتاب مینوشت، اون زمان که مردم میرفتن. شما توی توضیحاتتون گفتید که تأثیر یک کتاب زمانیه که نیاز جامعه باشه، لابد اون موقع نیاز جامعه نبوده. نیاز جامعه بود خانم بدی. ببینید اگه می بخوام الان بخوام داد می کتاب شجاعت شفاف بشه، ببینید این بس خواسته و ناخواستش چاخ و برگ داره. ببینید ما اگه بخوایم نیاز جامعه را بررسی کنیم باید برگردیم به اون داستان تقسیم اراضی. حالا چه ربطی داره به این تقسیم اراضی به این؟ ببینید تقسیم، حالا من میخوام باز کنم، بعد یه برنامه دیگه باید برای این ببینید تقسیم اراضی باعث شد که ملاکین بزرگ این زمین‌هاشون تقسیم بشن. زمین‌هاشون تقسیم شد. اگر مثلا یه نفر 10,000 10 هکتار زمین داشت، این تقسیم شد به 20 نفر کشاورز. این کشاورزها خب خواسته و ناخواسته تولید کم شد. این کشاورزها خواسته و ناخواسته این زمین‌ها اون حاصل و باروری را نداشتن. اینا چیکار کردن؟ همشون ورشکست شدن، اومدن کجا؟ اومدن تهران. تهران چیکار کردن؟ نشستن تو حسینیا شد پای صحبت‌های علی شریعتی و امثال اینا. علی شریعتی هم چی میگفت؟ علی شریعتی قشنگ حرف زد، دروغ قشنگ میگفت. قشنگ دروغ میگفت دیگه، دروغ بهتر از راست میگفت، مثلا ابوذر است و نمیدونم این داستان ها. خب ببینید اون زمان تأثیر داشت که شجاع‌الدین شفا این کتابا بیاد بگه آقا این چیزی که آقای علی شریعتی مثلا رفته بود، یکی حالا تا حالا کس آقای علی شریعتی دکترای قدیس شناسی داشت، قدیس شناسی، حالا یکی باید قدیس رو ثابت کنه، بعد دکترای قدیس شناسی، حالا این دکتر قدیس شناسی چی بود مثلا از این داستانه بود. بله. اون زمان تاثیر داشت، اون زمان باید میگفت دیگه. بله. بله. ما آقای فرهادی از دست دادیم متاسفانه. عرض کنم خدمت شما که خب جواب کوره شما یه مقدار همچین دل پوری دارید، ما درک میکنیم کاملا کاملا درک میکنم من. به هر حال کاملا درسته، به هر حال آقای شفا یه جورای خود همون آقای دشتی هم اشاره کرده بود زمانی که ایشون جایزه گرفتن از پهلوی، ایشون گفتن ایشون چه اثری ارائه دادن که مستحق جایزه گرفتن هستن. اما بحث اینجاست که خب دو تا مسئله است، یکی این که بحث ترسه، این که حالا
غیر از آقای شفا که شما اشاره کردید به موضوع مبارزات غیر مدنی که به خاطر انجام بده، به هر حال ما همیشه گفتیم ترس چیزی هست که تو وجود آدم هاست، یه نفر یه درجه ترس داره، یه نفر یه درجه دیگه، و در کنار اون منافع هست. به هر حال به این نکته شما خوب اشاره کردی، به هر حال منافعش بوده که این شخص در زمان پهلوی این کار رو نکنه، هیچ انتقادی نداشته باشه، اگر هم داشت با یه اسم مستعاری، پس بنابراین این نبوده که ایشون نمیتونستن یا احساس نیاز نمیکردن، احساس نیاز اتفاقا کرده بودن، میتوانستن نمیخواستن. آره، بخاطر اینکه با یک اسم مستعاریشون کتاب میدادن بیرون در نقد ادیان، ولی با اسم خودشون این کار رو نمیکردن، این داره نشون میده که پس ایشون همون موقع هم احساس نیاز کرده بودن، ولی اون نونشون چون نمیخواستن در واقع آجور بشه چور بشه، دیگه این کار رو نمی کردن. بله، تعارف نداریم که حالا دوستان میگن که من اون روز همین موضوع رو یک دوستی دارم از آقا مثلا انیشتین، اگه انتقاد کنیم به انیشتین چرا باید بحث موضوعات علمی، ببینید امروز مثلا من داشتم میخوندم تو همین کانال ناسا، میگفت ما یه سری چیزایی پیدا کردن سطح مریخ، گفتن احتمال داشته اینجا حیات وجود داشته باشه، حالا اون لایه های زمین شناسی تو اون آب رفته که داشته. ببین این بحث علمی و بحث اعتقادی فرق میکنه اصلا داستانش. ما نمیتونیم بگیم آقا چرا مثلا انیشتین 1900 نمیدونم 37 بود 38 بود که رفتن آمریکا دیگه قبل از جنگ، قبل از هیروشیما، چرا مثلا نظریه نسبیت ها. ببین علم به روز داره پیشرفت میکنه، یعنی هر روز ممکنه امروز یه نفر بیاد و این نظریه انیشتین کلا نقص کنه. خب کورشم میبخشید صحبت رو قطع میکنم، آقای انوش دوستی بودن که توی انجمن با شما اختلاف در واقع زاویه داشتن در این مورد، الان خب حالا اومدن بالا که... الان اومدن بالا نمیدونم حالا صدا رو دارن یا نه. الان دوستان هم هستن میبینن، عرض کنم که اختلاف نظرهای ادمین هیچ وقت نباید در خود گروه و در چیز مطرح بشه. خب من با شما یه مقداری تو این زمینه مخالفم، چون به هر حال اختلاف ها باید در اختلافات کسانی که فکرشون بازتر هست، کسانی که در واقع به قول همین دوستمون انیش الیت جامعه حساب میشن، باید نظراتشون که نقد میشه دیگران هم ببینن تا بتونن استفاده بکنن. حالا درسته، حالا ایشون الان فکر میکنن صدای ما رو دارن، ببینیم اگر میتونن من با شما و صدای شما رو ضعیف داریم کوروش جان. من صدام ضعیفه، من الان میتونم شرایط از کنم که نه درسته. ببینید ما خیلی وقتا با خانم بدیهی مشکل داریم و شما، ولی این باعث سوء استفاده میشه. سوء استفاده مگه ما میخوایم نماینده مجلس بشیم؟ ما میخوایم رئیس جمهور بشیم؟ اختلاف نظری نه ما باید بیایم روشن کنیم داستانو. ببینید من همیشه میگم ببینید بحث علمی و بحث اعتقادی دو تا مقوله جدا از همه. ما نمیتونیم بگیم مثلا چرا فلان بفهم. خیلی خوب صحبت بکنید، خیلی خوب توضیح میدید، از این به بعد حتما باید تو برنامه ما شرکت بکنید. این من فهم میکنم، انتظار داریم الان که من دیدم چشم بفرمید خوب مسلط دارید صحبت میکنید و احاطه دارید به موضوع، حتما باید تشریف بیارید در برنامه های بعد. چشم آقای انوش بفرمایید. خیلی خوش آمدید، صدای شما متشکرم. صدای من میاد الان واضح؟ بله بله صداتون رو داریم. ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز، خانم بدی، آقای کوروش، آقای فرداقی و همه عزیزانی که حضور دارن توی این لایف. عرض کنم که ابتدا خب اختلاف نظر موضوعی یک چیز بسیار طبیعی هست. مثلا شاید شما نوشابه دوست داشته باشی، من دوست نداشته باشم، ما میتونیم راجع به این بحث بکنیم، این ربطی به دوستی ما یا ربطی به سوء تفاهم این نمیده. تو راجع به مسائل تاریخی یا موجود این شنینی هم به نظر من اینطوری هست، یعنی خیلی راحت میشه راجع به این تبادل نظر.
اما به بحث اصلی پردازیم که از موضوع برنامه خارج نشیم، من فقط خواستم به یک نکته اشاره کنم. اون هم این که اساس این سوال اشتباه است. اصلا ما نمیتونیم به یک نفر بگیم چرا تو توی این زمان تصمیم گرفتی و تشکیل دادی که این کار رو انجام بدی، چرا قبلا نکردی؟ چرا؟ چون عوامل، چرا شما، شاید مثلا من الان آتئیستم، مثلا سالها هست که آتئیستم، حالا شاید مثلا 70 سالم بشه، تو سن 70 سالگی تصمیم بگیرم که یه کتابی بنویسم، نقد کنم خدایان رو. بعد تا من 70 سالم بشه، فرض کنید که 1000 اتفاق افتاده و باز هم جنگ های دینی و هزاران کشتار، اون موقع باید بیان به من میگن که چرا تو 40 سال پیش ننوشتی؟ اساس این سوال اشتباه. همچین کتابی رو، همچین کتاب با همچین موضوعی رو اون زمان نوشتن ایشون، منتها با اسم مستعار. آقای قره‌داغی گفتن چرا با اسم مستعار، چرا خود سانسوری؟ بله من گفتم اصلا من به خود نویسنده الان کار ندارم، دارم کلا اساس این سوال رو در نظر میگیرم. حالا راجب شورای دین چپا، من ترجیح میدم که راجب خود کتاب نظر بدم و اون هم همونطور که همه دوستان اشاره کردن واقعا کتاب فوق‌العاده ایه. یکی از دوستان توی این متن‌ها نوشته بودن که خب چه فایده ای داره، که آقای فرهادی هم پاسخ دادن بهشون، چه فایده ای داره اساسا این بحث ها؟ بحث نقد دین، نقد خرافات خیلی خیلی الزامی هست همیشه، چرا که مستقیما در ارتباط هست با جهان بینی ما، با سرنوشت و زندگی ما، و هر چیزی که توی زندگی رو ما باهاش مرتبط هستیم، داشتیم یه سرنوشت دیگه ای داشتیم، همونطور که جوامع دیگه اعتقادات دیگه ای دارن و سرنوشت دیگه. بنابراین خیلی مهم میتونه صحبت بشه. موضوع دومی که میخوام اشاره کنم هم مسئله حقیقت هست. مسئله حقیقت هست. نقدی که ما میتونیم اینجا به شجاعت دین شفا بکنیم اینه که منفعت طلبی کرده، اون آگاه بوده نسبت به تمام این مسائل، ولی منفعت خودش رو و منفعت سیستمی که توش بوده رو توی اسلامگرایی میدیده، توی حمایت از اسلامگرایی، و دامن میزدن به این داستان. یعنی خود شجاعی به شفا میشه جزء این سیستم به نظر من حساب کرد، چرا که همونطور که آقای کوروش اشاره کردن این سیاستی بود که برای این که در واقع مقابله کنه با چپگراها، چون دست برتر رو واقعا چپگراها داشتن، برای این که مقابله کنه ترجیح میداد که از در واقع اسلام حمایت بکنه، و محمد رضا شاه خودش رو شاه شیعه مینامید، یعنی خودش رو شاه شیعه میدونه، و اساسا همونطور که شما بگید نمیتونه اصلا کنه، کما اینکه خودش هم یه آدم خیلی خرافی و مذهبی. این دو نکته بود که میخواستم بهش اشاره کنم. متشکرم. خیلی ممنونم. آقای قره‌داغی، یک کاربری هستم به نام AF Life 80، گفتن که منو بالا بیارید. اگر خب یکی از دوستان باید حذف بشن تا بتونیم یه نفر رو بالا بیارید، چون 4 نفری بیشتر نمیشه. من الان چند نفریم؟ الان 3 نفریم شد. من برم؟ نه. آقای کوروش، نه اگر شما میخواین ادامه بدید. جان؟ من تا سرم بخواین ادامه بدم. آقای انوش گفتن که دو... اگه چیزی هست من برم. توضیح دادن. اگر آقای انوش میخواین ادامه بدین که بفرمایید، اگر نه که ما دوست دیگری رو اگر بشونیم بیاریم. خب من عرض کردم که آقای کوروش، شما میخواین ادامه بدید به صحبتتون؟ بله. من پس از گفتگو خارج میشم. بسیار. من میگم عرض کنم خدمتشو راجع به اون کلمه که شما گفتید، من الان توضیح میدم خدمتتون. بله ممنون انوش جان، ممنون. آقای کوروش، فقط راجع به همین موضوع من بگم. نه همون که چیز منافع رو میخوام بگم. عرض کنم که دوستمون گفتن که یه وقتایی منافع شخصی و موقعیت میچربه منافع عمومی. ما اگه میخوایم وارد بحث آزادی بشیم، بحث کنیم راجع به
اینکه روشنگری بشیم، اون زمان دیگه منافع شخصی حرف معنی نداره، که اون موقع دیگه کاسبی میشه. ما که نمیایم تو این گروه آوای بوف که مثلا کتابا رو حالا به صورت صوتی یا بحث کنیم که کاسبی کنیم. که ببینید وقتی که انسان وارد یه جامعه میشه، ببین شاپور بختیار، حالا ما چون بختیاری هستن فقط خیلی همیشه میگن آقا تو چون خودت اینجوری هستی داری، نه آقا شاپور بختیار تو انقلاب فرانسه بوده، تو انقلاب ایران بوده، اون ذهنیت آزادی خواهی، اون ذهنیت آزادی خواهی بسته به مرز نداره، بسته نداره که حالا من تو ایران باشم یا تو فرانسه باشم یا هر جای دیگه باشم. ببینید ما وقتی که میخوایم روشنگری کنیم دیگه منافع شخصی هر بحثی نداره. ما یه شخصی داریم به نام باسکوریل، اسم کوچیکش رو نمیدونم، تو همون که میگن 300 گل سرخ یک گل نصرانی، این چهر برای اون سرود داشت، تبریز کشته شد. ببین این یک آمریکایی بود، ولی چون اون ذهنیت آزادی خواهی داشت، اون تو ذهنش این نهادینه شده بود که انسان باید آزاد باشه، حالا چه مردم تبریز باشن چه مردم مثلا ایالتی که توش زندگی کرد آمریکا. ببینید این داستان میشه. آقای پس آقای میگه که آقای دوستمون گفتن که اون منافع اون زمان ایجاب نمی‌کرد منافع شخصی، خب این دیگه کاسبیه دیگه. حالا من یه کتابی رو چاپ کنم بذارم هر وقت بازار گرفت بفروشمش، پس این داریم ما از داریم می‌خوایم استفاده کنیم ابزار دیگه برامون، مثلا این روشنگری دیگه، این دیگه معنی نداره برای ما که بخوایم مثلا بگیم آقا چون آقای شفا چون اون زمان شرایطش ایجاب می‌کرد که این کتابا ننویسه، خب تأثیری نداره دیگه. اون زمان اگه مینوشت تأثیری داشت، اگه اون زمان حکومت پهلوی اجازه میداد کتاب همین تحریر رو چیه همین کتاب خمینی هست، این جفنگیاتی خمینی نوشته. حالا جالب اینجاست که یه چیز من جدیدن کشف کردم، خمینی هم یه کتابی داره ممنوعال چاپه، حالا من اسمش رو پیدا میکنم، فکر کنم اسمش پاسخ به سوالات هزاران ساله یا تاریخ هزاران ساله، همچی اسمیه، مال خمینیه، جمهوری اسلامی. الان اون ممنوعال چاپه، یعنی دیگه تو ما به درجه ای از چیز رسیدیم که سانسوری رسیدیم، کتابای خمینی هم ممنوع چاپ شدن دیگه. حالا ببین الان خب بعد دیگه این داستان دیگه، حالا اون دوستمونو بیاریم بالا ببینیم چی میگه. حالا خواهم بعدی دوستمون اسمشون چی بود تا من بیارمشون بالا؟ اسمش فکر میکنم لایف بود آخرش، لایف 80. AF لایف 80. ایشون الان توی برنامه ظاهرا نیستن، اگه درخواست بدن من حتما میارمشون بالا. دوستان اگر کسی دوست داره یا مایله که میتونه بیاد وارد بشه برای گفتگو، چه بدون تصویر چه با تصویر. و خب آقای کوروش شما توصیه می‌کنید که این کتاب رو بخونن دوستان دیگر که نخوندن؟ من این کتاب رو عرض کنم که سال فکر کنم 86 بود، اون موقع مثل الان این دنیای مجازی گوشی های چیز نبود، ما اون کتاب اون موقع رفتیم دانلود کردیم و تبدیلش کردیم به PDF، بعد بردیمش صحافی چاپش کردیم، من اون زمان خوندم. این خب این کتاب خب محتوای خاصی نداره، ببینید محتواش اینه که داستان‌های قوم یهودا نوشته و این نقضایی که مثلا نوشته قبل از این خیلی ها نوشته بودن. مثلا ببینید یک این کتاب در واقع یک کتابی هست به نام آقای معروف عبدالغنی رصافی فکر کنم اسمشه، بله این یک نویسنده عراقیه. خب این نقد اسلامه، این یک کتابی که از همون نوشته. ببین من ما حالا کاری به محتوای کتاب نه، محتوای کتاب خب این داستانا دروغای دینا داره میگه دیگه، همون گفتم مثلا نوشته 124000 پیامبر تو خاورمیانه راه میرفتی سنگ برمی‌داشتی یه پیامبر زیرش خوابیده بود دیگه. آره 124000 از کجا اومدی شما؟ از یه آخوند بپرس تو آقا اصلا 50 تا پیامبر بگو، 50 تا بیشترم نه، اگه تونست 50 تا پیامبر بگه. ولی در کل کتاب خیلی خوبیه. چرا کتاب خیلی خوبیه؟ چون که اون ما چند روز پیش فکر کنم تو شبکه BBC یک مجسمه از مونالیزا بود، نمیدونم چه مجسمه بود، نوشته بود نیمه اوریان بود، نوشته بود آقا ما زیرش یه کامنتی نوشتیم گفتیم حالا این که چیز خاصی نیست که، مثلا لوط هم در همون کتاب عهد عتیق نمیدونم حالا اون سفر پیدایش بود، تکریم بود یکی از اینا که اونجا که شهرش خراب شد رفتن تو اون قاره، اون داستانش خودشون دیگه میدونید دیگه، ما اینا نوشتیم هزار و یه نفر به ما حمله کردن، یکی میگفت چرا کفر میگفتیم، بابا این کتاب خودتون نوشته، این نوشته، منتها خیلی از ما نمیدونیم، خیلی از ما همین محتوای کتاب دین رو نمیدونیم. این کتاب باید خونده بشه، چون باید بفهمیم که یه چیز همش هم با منبع میگه، مثلا آیاتش رو میگه، حالا اون آیه بهش میگن چی میگن تو همون کتابای همون آیات قرآن خود میشه دیگه، آیاتش رو میگه، میگه فلان جا فلان جا فلان جا، ولی باز هم
یک انسان وقتی که این مغزش منجمد شده باشه، شما هر چی به یه نفر بگی آخرش یه دلیل شرعی براش میاره. شما بگو مثلا آقا اون داوود بود یا یوشع بود، اون چیزش فرستاد رفت جنگ، بعد با رفت با زنش ازدواج، حالا شما به اینا بگو میگه صلاحیتی در کار بوده، حتما یک چیزی بوده در کار دیگه. این داستان اینجوریه، اون کتاب باید خونده بشه، این کتاب و اون کتاب آقای شفایی، کتاب دیگه هم دارن، و آقای کتاب های آقای روزبهانی، لطف الله روزبهانی، و کتاب 120,000 به اضافه یک. این چند تا کتاب در راستای همین راجع به همین آشکار کردن این داستان ها، یعنی مغز دین رو داره برای ما روشن میکنه. مغز دینه، خب دین یهود همونطور که میدونی پدرخونده دین اسلامه دیگه، دیگه این یعنی به قول آقای انصاری اسلام یعنی یهودیت به علاوه محمد، یهودیت به علاوه محمد. از کورشان همچین هم دیگه الان بی مصرف نیست، چون توی گفتای قبلتون ما یک بحث مصرف زمانی داریم و تأثیر بخشی زمانی داریم و یک بحث الان داریم. ببین الان من میگم، نمیگم بی مصرف، الان خیلی خوبه این کتاب خوندن، ولی ما میگیم چرا اون زمانی که میتوانین توانستن و نخواستن یک بحثه، و نتوانستن و نخواستن یک بحثه. این اون زمان این آقا دست بالش بود، به جای اینکه مثلا میرفت اونجا سخنرانی های شاه رو مینوشت که آقای محمد رضا ببینید ما هر چقدر هم اینو همیشه تو گروه من گفتم، حالا قبلا که زیاد فعالیت میکردم چند وقته دستمون بند شده، ببینید همیشه گفتیم ما وقتی که نقد پهلوی میکنیم منظورمون اینه که با حکومت الان بخوایم مقایسه کنیم. پهلوی هر چه باشد، هر چه باشد، یک انگشت پهلوی میازد تمام این حکومت. این دلیل نیست، ولی میگیم که چرا ادامه نداشت، چرا اون کارهایی را نکرد که این ادامه پیدا کنه اون سیستم، چون سیستم حالا بالاخره ما یه آبرویی داشتیم دیگه، حالا مثلا این پاسپورت رو می‌رفتیم بالاخره، الان که مثلا بری نمیدونن جزایر چیزم رامون نمیدن، ولی اون برای این داستان اینه. خیلی از دوستان مثلا فکر می‌کنن ما چون پهلوی رو نقد می‌کنیم تو گروه مثلا ما طرفدار این حکومتیم، یا چون پهلوی رو نقد می‌کنیم یا چپی هستیم، هرچند که خیلی از دوستان هنوز معنی چپ هم نفهمیدن. همیشه وقتی ما میگیم چپ یارو فکر میکنه طرف کمونیست، نه آقا جان، الان تو آمریکا دموکرات‌ها چپ حساب میشن. چپ اون جنبشی هست که مخالف اوضاعی هست که در شرایط یک کشور هست، و اون حالا شاید به مراد اون گروه نباشه، ولی این کتاب نه، کتاب خیلی خوبیه، خیلی من خودم چندین بار خوندم، خیلی معتبر است. بس فقط همین نکته، فقط سر همین بود که چرا آن زمان که میتوانسته ننوشته. بله البته من علت این که این موضوع رو مطرح کردم به خاطر این بود که شما گفتید الان دیگه فایده نداره نوشتن اینجور کتاب ها، چون شبکه‌های مجازی و اینا اومده. من احساس کردم که کارهایی که من خودم چند تا کتاب حالا نوشتم، گفتم تجدید نظر کنم، شاید اصلا نیازی نیست که اینا رو دیگه ما بنویسیم. نه ببینید شما اون کتابی که من اولین کتابی که از آقای بوف خوندم، گوش دادم البته، فکر کنم چندین سال پیش بود، به نام قتال العرب، فکر کنم چهار سال پیش بود دیگه. اون آره چهار سال پیش منتشر، چهار سال پیش بود. من اون موقع مثلا این کتاب وقتی گوش کردم، خب حالا جدید بود، خیلی از چیزاشون تازگی داشت برای من. ما نمیگیم به درد نمیخوره، ما بحثمون سر این کتابه. خب این کتابا باید هی هر روز تجدید چاپ بشه تا بفهمن، تا هرچند که الان نسل الانیا خیلی با ما فرق دارن دیگه، ما خب به صورت دسترسی نداشتیم به خیلی از چیزها، ولی الان اون موقع به صورت چاپی بود و به صورت کاغذ بود کتاب معماری، الان به صورت حالا صوتی است یا به صورت پی دی اف است. بحث این نیست که تاثیرگذاری داره، الان هم تاثیرگذاری داره. خیلی از کتابا چون هر چقدر راجع به این مسائل بنویسیم کم نوشتیم، یعنی ما هر روز که بنویسیم کم نوشتیم. ما وقتی که خیلی از دوستان میان میگن که ما وقتی که با این گروه آشنا شدیم خیلی از چیزا برامون روشن شد، این خیلی خوبه، همین کافیه برام. یک نفر حتی اگر مثلا با این اندیشه آشنا بشه، اون یک نفر میره به چند نفر دیگه میگه. بس این نبود، حالا من جسارت نمی کنم خدمت شما، ننویسین دیگه، نه شما ادامه بدید، ما همچنان گوش میکنیم کتابای شما رو و خانم بعدی هم که میگن به صورت سوال رو گوش میکنیم. بفرمایید، گفتید که ممنوع است از خمینی. بله. خانم حوریه قره‌داغی نوشتن که کتاب کشف الاسرار خمینی در پاسخ به کتاب هزار ساله، آفرین آفرین بگو هزار ساله، هزار ساله علی اکبر چی؟ حکمی زاده،
حکمی‌زاده درسته؟ حکمی‌زاده است. حکمی‌زاده یا حکمی‌زاده؟ بله بله بله. حکمی‌زاده نوشته این. خب این کتاب رو میگه با آقای قرهداغی، اینو خودتون اجرا کردی؟ با صدای بله بله. قاسم قرهداغی در آوای بوف مرد. چرا پس نگفتید؟ اینه حالا من نگفتم تو کانال هستش خیلی وقت پیش این کتاب مربوط به دوران خیلی جوونی منه، صدای منم اونجا اصلا خوب نیست، حالا سعی میکنیم با صداهای بهتر مثل صدای دوستان دیگه تولید کنیم. خیلی هم دستتون در نکنه، مرسی، از بزرگ منشی شماستا، میتونستید بگید نکنید برای خمدونم. آقای کورو شما اطلاع خوبی دارید، لطفا حتما در لایو های بعدی ما شرکت بکنید با این فصاحتی که دارید. انصافا اختیار دارید، در خدمت شما هستم، خواهش میکنم، حضور شما باعث افتخاره ما شرکت کنیم. چشم، در خدمت شما هستیم. شما توضیحی دارید آقای فرهادی؟ به ما پیوستن فکر میکنم که صحبت بکنن اگه بحثی هست در رابطه با این موضوعات که مطرح شد. بله ابتدا از خواهی میکنم، یک لحظه قطع شد، تشکر میکنم از جناب آقای کوروش، اما متاسفانه بکنم این برنامه رو ما فقط نقد آقای شفا داشتیم، یعنی درباره کتاب صحبت نکردیم، چون بیشتر شد نقد آقای شفا بود تا اینکه خود کتاب. و واقعا همونطور شما فرمودید آقای قرهداغی، نمیشه گفت دیگه گذشته و این کتاب ها رو نباید نوشت و نباید خون. آقای کوروش اطلاعات خوبی دارن، اما واقعا هستن اشخاصی که همین حالا اینها رو قبول میکنن، یعنی اعتقاد دارن که یونس داخل شکم نهنگ زنده موند، یا اینکه یک عده 300 سال خوابیدن، یا همین اتفاقات رو یک عده هستن واقعا همین حالا رو ما میبینیم اونا بهش اعتقاد دارن و این رو قبول دارن. شاید یکی از دوستان 10 سال پیش 15 سال پیش به این فهم رسیدن، به این درک رسیدن، اما ما همین حالا تعداد خیلی نمیگم خیلی هم زیاد، ولی خب تعداد قابل ملاحظه‌ای هستن که واقعا اینا هنوز هم اینها رو قبول دارن و این کتاب ها هم میتونه تاثیرگذار باشه و خیلی هم تاثیرگذار باشه در جامعه همون. بله ممنون. بله کاملا درست. من میخواستم از توی همون کتاب بگم، در صفحه 137 اومده و بهشت و دوزخ سه تا دین مختلف رو اومده مثلا ارزیابی کرده آقای شفا، گفته که مثلا در دین یهودیت مثلا بهشت و جهنمی منظور نشده و اون چیزی که امروز در این زمینه وجود داره بعدها بهش اضافه شده و اونم به صورت مبهم، ولی در دین مسیحیت از دوزخ به صورت خیلی کم و بیش صحبت شده و بهشت ماهیتی صرفا معنوی داره که در موردش توصیف روشنی وجود نداره. و در مورد دین اسلام در مورد بهشت اینطور تعبیر داره که باقی پهناور و همیشه سرسبز پر از رودخونه های شیر و عسل و شراب و درختان میوه‌دار و غلامان و در جهنم به صورت سیاه‌چالی آتشین و آکنده از شیاطین تازیانه بردست و آب جوشان و غذای چرکین و اینا. کلا میخواد اینجا آقای شفا میگه که چرا با وجود اینکه یک خدای توحیدی دارن همه این دین ها، چرا تناقض داره بینشون در مورد دنیای بعدی، در مورد بهشت و جهنم. یهودی اصلا جهنم و بهشت و دنیای بعدی رو قبول ندارن، میگن هر چیزی که هست حالا اضافه شده. این نکاتیه که دوستان با این کتاب آشنا بشن، کسانی که نخوندن میاد میپردازه به این سه تا دین در واقع بزرگ که در جهان اکثریت هستن که به هر حال مسلمانن، یهودیان یا مسیحیان، میاد این دین ها رو نقدش میکنه. حالا چنانچه اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری کسب کنید در مورد این کتاب، چون این کتاب ممنوع است، خب طبیعتا نمیتونید رو در بازار خریدید، به صورت PDF و صوتی میتونید در مجموعه آوای بوف رو تهیه کنید و بخونیدش. این بود جنبندی من از این کتاب. حالا اگر باز هم بزرگان صحبتی دارید میتونید راجع بهش.
بله، یه صحبت خیلی کوتاهی من داشتم. بعضی از دوستان اعلام میکنن که حالا مثلا به کتاب، یکی این که نپرداختیم تو این برنامه خیلی و اینکه کتاب رو مورد بررسی قرار ندادیم. معمولا ما برنامه داریم، برنامه کارگاه کتابخانی، کتاب ها رو اونجا خیلی زیاد به خود متن کتاب میپردازیم، به موضوعات خود که توی اون کتاب مطرح شده، به حالا در واقع با نویسنده و اینا خیلی زیاد اونجا کاری نداریم، بیشتر به مطالب میپردازیم. ولی برنامه نقد کتاب بیشتر همین موضوعات هستیم که ببینیم اصلا کتاب چی هست، چرا نویسنده این کتاب رو نوشته، اصلا خود نویسنده کی از به قول صادق هدایت، یکی از اشکالات ما اینه که ما چیز نداریم، با نویسنده کاری نداریم، اصلا نمیدونیم نویسنده کی هست. خیلی بیشتر دنبال اینیم که ببینیم اون کتاب چی نوشته و یا قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. ولی مهمه که نویسنده چرا و کی این کتاب رو نوشته. به این موضوعات هم پرداختیم. برای خانم بعدی اشاره میکنم، برای زمان فکر میکنم یه 10 دقیقه زمان داریم. نه، برای اون شرکت کننده که میخواست بیاد بالا. آها، اگر من خانم بعدی، من با اجازهتون مرخص بشم، فقط یک مطلبی رو عرض کنم. اکثر این شخصیت های کتب ادیان شخصیت های واقعی نبودن ها، یعنی اینا اصلا در تاریخ وجود خارجی نداشتن. شاید الان باز شدن که خیلی آبروی همدیگه شمشیر در گذشته اسلحه بکشن و همدیگر رو بکشن، اما این شخصیت ها وجود خارجی، یعنی بیشتر، یعنی 90% این شخصیت ها وجود خارجی، یعنی همون خود موسی، شما در تاریخ مصر اصلا هیچ اتفاقی راجع به موسی اصلا صحبتی نشده، یا یوسف و زلیخا اصلا صحبتی نشده در تاریخ این کشورها، و از لحاظ کتب تاریخی شخصیت ها واقعی نیستن بیشترشون. گفتم دوستان هم این نکته رو مد نظر داشته باشن. از شما خیلی ممنونم جناب آقای قرداغی، خانم بدی و جناب آقای کوروش و بقیه همراهان عزیز. وقتتون بخیر، موفق، سلامت باشید. متشکرم. با اجازه. بله، خیلی خیلی ممنونم. بله، دقیقا همینطوریه. حالا من تا این دوستمون رو بالا عرض کنم که کاملا صحبت های آقای فرهادی کاملا درست بود. البته این دوستمون متاسفانه یه لحظه اومدن و بعد دوباره مثل اینکه اینترنتشون قطع شد رفتن. در واقع این شخصیت ها میتولوژی هایی هستن که توی تاریخ بودن، و شما الان تصور کنید که 2000 سال آینده رو تصور کنید که یه عده‌ای بر اساس اون داستان هری پاتر یا داستان های دیگه‌ای که الان نوشته میشه، یه سری آدم ها زندگیشون رو بر اساس اونها بخوان تنظیم کنن، قوانینشون رو، روان اجتماعیشون رو، اینا رو واقعا باعث تأسف و خنده داره. از یه طرفی هم کاملا درسته همون چیزی که آقای فرهادی بهش اشاره کردن. حالا این دوستمون متاسفانه الان نیستن توی لایو، اگر دوباره آن بشن ما یه 7-8 دقیقه وقت داریم که 2 ساعت اون پر بشه. اگر فکر کنم جمع‌بندی کنیم بهتر باشه. حالا اگر نیاز بود سعی میکنیم یه برنامه دیگه دوباره برای این کتاب در نظر بگیریم. این عرض کنم اون موضوعی که شما گفتین خانم بعدی، بهشت و جهنم، این جهنم یک دره‌ای و هنوز هم هست، اورشلیم اسمش، این هم یه همچی اسمی داره و همچی داره، و این دره خیلی، من این چند روز پیش اتفاقا اینا خوندم راجبش، نوشته بود یه دره بود خیلی قدیمی و اونجا افراد خلافکار و افرادی که مثلا عرف و جامعه رو میکردن اونجا مینداختن، اونجا با آتششون میزدن. این جهنم از اونجا اومده. بهشت از دو کلمه به و هشت، هشت یعنی گذاشتن یا یعنی نهادن، هشتن در واقع، به یعنی خوب. خب حالا این یه تفسیر از بهشته. یه تفسیر دیگه از بهشت هم ببینید، ما برای گول زدن آدما همیشه میگیم که اون چیزی را بهشون وعده میدیم که ندارند. خب مثلا اون عرب بدبختی که تو اون بیابونای عربستان لخت و پاپدی میدوید دنبال یه ملخ و یه سوسمار بگیره بخوره، خب آرزوش بود که بره جایی که سوز شیر و عسل و اجزا باشه دیگه، خب زن باشه دیگه، این چیزایی بودن که
دوست داشتن داشته باشن، بین مثلا دوست داشته باشته باشید، و وعده بود دیگه. حالا چون ما بحثمون این کتابه، نمیخوایم وارد حالا یه برنامه دیگه راجع به این وعد و عید هایی که در قرآن داده، مثلا حالا 70 حوری و نمیدونم 70 خونه و 70 نمیدونم این 70 70 به توان 7 حساب کنیم، یه 49000 نفر میشه حالا اونجا نشسته این مؤمنه کیه، این چیز افغانستان جاهد فی سبیل الله اسمش چیه، این اون یاد اون کتاب چیز میفتیم با کاروان اسلام، کتاب کاروان اسلام دقیقا یک نمونه تصویری خیلی جالبی از این افکار و اندیشه است که این چی میخواد. یعنی حالا نمیخوایم باید بحث این داستان بشیم، موضوع کتاب یه برنامه بعد تهیه کنید راجع به این که چرا این مسلمون اینجوری فکر میکنه، چرا اندیشش اینه، چرا مثلا باعث شده که این داستان به وجود میاد. ولی در کل من در یک کلام اگه بخوام کتاب تولد دیگر را کلن تفصیلش کنیم، خواندن این کتاب میگه ما بخوانیم تا دوباره متولد شویم، با افکار و اندیشه هایی که داشتیم بریزیم دور و انگار مثل کودکی که دوباره تولد شدیم، از نو این خود شخصی خودمون رو با توجه به افکار خودمون بسازیم دیگه. این چیز من از کتاب تولد دیگر بود و محتواش هم که دیگه میدونیم دیگه، اون داستان‌های توراته و حالا اون لوط رفت کجا، نوح اومد کجا، اون عصا انداخت و اون یکی نمیدونم سنگ انداخت و اون یکی با خدا کشتی گرفت و اون هست دیگه، اون یه با خدا کشتی گرفته بود، یعقوب بود فکر کنم با خدا کشتی گرفته و موسی بود دیگه، اون موسی تو سن 90 سالگی خدا گذاشت و این داستانای توراته دیگه. یعنی ما اگه بخوایم این کتابو بخونیم، اگه این کتاب خلاصه شده خیلی از داستان‌های عهد عتیق و عهد جدید و اون چیزاست دیگه، کتاب خوبیه. ما نمیگیم نخونید کتابا، ما یک بحث موضوع کتابا داریم، یک بحث چرایی انتشار کتاب وقتی که میشد، وقتی که تأثیر داشت، ببینید وقتی که تأثیر داشت، وقتی که به کار می اومد. الان من مثلا یه مقاله‌ای بنویسم راجبه مثلا حکومت جمهوری اسلامی، مثلا نقد جمهوری اسلامی، بعد بذارمش 70 سال دیگه مثلا من برم تو جزایر قناری بشینم زیر آفتاب برای اینا چاپش کنم، بیاد بگن آقا بخونینش، فایده ای نداره دیگه. الان کاری که میکنم نتیجه عملم باید الان مشخص بشه، نتیجه عملم باید الان مشخص بشه دیگه، همینطوره دیگه. اگه وقتتون رو گرفتم خیلی حرف زدم، من کلا خیلی حرف میزنم، ببخشید دیگه، ببخشید. خیلی عالی بود، خیلی خوب استدلال جامعی دارید در رابطه با تاریخ و ادیان، واقعا ممنون. من خودم خواهش میکنم، متشکرم از حضور، دستتون درد نکنه، متشکرم خانم ودی، متشکرم آقای حداقی، امری به ما ندارید، باشید، متشکرم، لطف کردید، سلامت باشید. خب آقای حداقی، صحبت های آخر فکر میکنم یه 4-5 دقیقه وقت داریم، فقط این که بگم دوستانی که علاقمند هستند حالا همین کتاب رو مطالعه کنند، همین که چند تا کتاب اینجا اسم برده شد، کتاب خاطرات حاج سیاح که با صدای خوب جناب آقای پرهام اخیراً منتشر شده توی مجموعه به صورت صوتی و میتونن مطالعه بکنند، و همینطور کتاب مقدس، حالا اسمش مقدسه، که تقریبا تمام این صحبت هایی که اینجا در رابطه با اون حوادث تاریخی و اینا شد توی این کتاب هستش، به عنوان حالا نه به عنوان اینکه بحث اعتقادی باشه، میتونن به عنوان در واقع پیدایش این افکار و عقایدی که حتی ما تو اسلام داریم، تقریبا 90% توی همون کتاب هستش، میتونن مطالعه کنن ببینن اصلا چرا یک بعضی از احکام، بعضی از حوادثی که در واقع ما توی موضوعات احکام و قوانینمون داریم حتی توی جمهوری اسلامی، اینم پیدایشش چی بوده، واقعا خنده داره. این رو به عنوان یک، نه به عنوان یک بحث اعتقادی، به عنوان در واقع پیشینه تاریخی مطالعه بکنن فکر میکنم بد نیست این کتاب رو. و یک تا کتاب دیگه هم هستش که حالا اسرار هزار ساله از حکمی زاده، و کشف الاسرار رو ما نداریم متاسفانه، ولی پیدا میشه همه جا میتونن مطالعه کنن. و همینطور معنی فارسی کتاب قرآن رو من شدیدا پیشنهاد میکنم که دوستان مطالعه بکنن و مقایسه بکنن، که فکر میکنم اگر بعد از اینکه این کتاب رو خوندن اون کتاب ها رو مطالعه بکنن بسیار مفید خواهد بود و تولدی دیگر خواهد بود برای همه عزیزان.
بله ممنونم بابت ایجاد این برنامه و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن آخر این جلسه. متشکرم، به ما دلگرمی میدید با کامنتاتون، با قلبهایی که میفرستید. مرسی بابت همه چیز، واقعا تشکر میکنم. من از حضور شما مرخص میشم و پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید. کتاب خوبیه، یک تلنگریه در باورهای گذشته. و هر جا که هستید سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، واکسن بزنید و وقتتون بخیر. بله ممنونم، در پناه خرد باشید. www.avoyabooth.com